اجازه بدید ایشونو من میارم رو خط. جناب ریاضتی بفرمایید. خیلی خوش آمدید، خوشحال هستیم با شما هستیم امشب. قربان شما جناب دکتر جعفری عزیز، من هم به سهم خودم تکبیر درود بر بینندگان و شنوندگان این تالار عرض می کنم. همونطور که شما فرمودین جناب جعفری، بنده امشب می خواهم این معمای واژه خدا رو برای دوستانی که دنبال کردن به یک نتیجه‌ای برسونم. خوشبختانه در عرض این یک هفته بیش از 30 سوال بنده از دوستان مختلفه، بلخص کسانی که در یوتیوب این برنامه رو دیدن، من میخواهم تشکر بکنم از دوستانی که از ایران بلخص با ما تماس گرفتن. من سوالات رو مرتب و منظم میکنم، میفرستم خدمت جناب دکتر جعفری و ایشان بر اساس آنکه صلاح بدانن آن رو مطرح میکنن. و شاید فرید جان یه مطلبی که ما بایستی خیلی واضح و شفاف بگوییم، این تجربه ما به ما نشون داد که اگر دوستانی هم که در تالار تشریف دارن، فریدون جان، اگر سوالاتشون رو به شما بفرستن و بعد شما انتخاب بفرمایید، ما میتونیم بر اثر تقدم سوالات اونها رو جواب بدیم که دیگه اون موقع سوالاتی که مربوط به موضوع نیست و حاشیه‌ای است رو ما کنار بذاریم. البته مقصود آن نیست که سوالای حاشیه‌ای بد است، ولیکن ما می‌خواهیم که اون سوالا رو در جای خودش مطرح بکنید. آیا موافقین جناب دکتر جعفری یا خیر؟ بله بله، بسیار هم عالی. من دوستان هم همگی، چند نفر دوستان هم سوال فرستادن و سوالات شما هم همه رسیده است. من دارم و بر اساس مدت وقتی که داریم این سوالا رو مطرح میکنیم و ببینیم که جواب ها از طرف شما چه خواهد بود. قربان شما. من امیدوارم که شما میدونید مشکل چیه. میدانم اکثر شما عزیزانی که به این برنامه ها گوش میدین انسان های مذهبی هستین یا حداقل تعلق قلبی و عقلی به یکی از این ادیان موجوده دارین، و میدانم که بعضی از شما بالاخره سوال کنندگان عزیز و محترم ابدا معتقد به این مسائل مذهبی نیستین و دلتون میخواد که به یه طریقی من این رو جنبه غیر مذهبی بهش بدم، و من استقبال میکنم. چه قبول بکنیم چه نکنیم، بر اساس شواهدی که من به شما نشان دادم، کسی نیست در بین عرفا، علمای فلسفه، فیزیک، روانشناسی، جامعه شناسی که با این واژه خدا روبرو نشده باشه. گرفتاری این بود خانم آقایون، این تعاریفی که ما از خدا تا به امروز کردیم، امروز یعنی همین امروز، تمامش نشون میده که یک تعاریف بچگانه است. یعنی به طور صریح ما به شما نشان دادیم که هیچ کدوم از این فلاسفه، هیچ کدوم از این دانشمندان به قوه کیهانی یا هر چیزی که میخواد باشه بی‌اعتنا نیستن، اعتقاد دارن. اگر اسم اون رو شما خدا میذارید، اونم اشکالی درش نمیبینن. ولی با تعاریف، با توصیفات مخالفن. از یک طرف
خوب دقت بفرمایید. از یک طرف اینا نشون دادن تمام این صفاتی که شما مطرح میکنید، خدا کریمه، خدا فضاله، خدا عادله، خدا اینه، اینا گفتن اینا یه مفاهیم خلقیه، بنابراین نه ما نمیتونیم اینا رو قبول کنیم. به عبارت دیگه به خدای انسان نما، این اصطلاح رو لطفاً به خاطر بسپارین، یعنی خدایی که مثل ماست، گوش داره، میشنوه، چشم داره، میبینه، ناراحت میشه اگر گرفتاری ایجاد بشه، آدم ها رو میگیره، بهش میبرتشون، جهنم میبره، خلاصه سرش گرمه به این کارا. اینا میگن ما معتقد نیستیم. یه عده دیگه بلخص کسانی که خواستن با این مشکل روبرو بشن اومدن گفتن میدونی چیه؟ اصلا خدا غیب منی لایدرکه، یعنی خدا رو نمیشه شناخت، متعالیه، یعنی بالاتر از هر چیزیه، لایدرک هم هست. درسته؟ من فکر میکنم اکثر کسانی که تو این تالار سری تکم میدن با این اصطلاح غیب منی لایدرک آشنایی دارن. خب ما میدونیم که این عبارت مال امیرالمومنینه، ولی از زمانی که علی این رو مطرح کرد تا به امروز این مسئله مطرح بوده. خب خدایی که ما نمیشناسیم، خدایی که نمیتونیم بشناسیم، خدایی که اصلا ما نمیدونیم چی به چیه، اصلا کاربردش چیه، ضرورتش چیه؟ دقت کردین گرفتاری رو؟ از یک طرف قضیه سر درد میکنه با خدا حرف میزنیم، کابل رو میگیرن با خدا حرف میزنیم، تهران یه چیزی میشه آقا خدا رو صدا میکنی. خب این گروه اولن، گروه اول میگه آره یه خدایی اونجا مثل این که نشسته و منتظره ببینه کی دعا میخونه، حالا به قول یکی از سوال کنندگان دعای زنجیره‌ای بخونه و این باید جواب بده، اگه خدایی نکرده اینا دعا نخونن که اون عقلش نمیرسه جواب بده، که حتما باید یه عده برن دعا بخونن، در خونهشو بزنن بگن بابا بیدار شو. نمیدونی این دختر 12 ساله در افغانستان میگه من چه گناهی کردم، انسانیت کجا رفته؟ خب ما باید یه دعای دست جمعی بخونیم تا این خدا بگه اه چرا من یادم رفت، حالا آمریکایی‌ها بل کردن رفتن، این مردم به این بدبختی افتادن، چرا من بل کردم رفتم؟ ببینید این جور تعاریف، خب شما هم به من حق بدین، به این فیلسوفا حق بدین، یه مقدار بی‌انصافیه به شعور ما به عنوان انسان و بی‌حرمتی به اون حضرت پروردگاری رو که شما میگویید قیوم آگاه، همه چیز رو میدونه قبل از این که حتی اتفاق بیفته. پس ما اینو میذاریم جز سوالا که اصلا دعا یعنی چی؟ دعا معنیش چیه؟ دعا پروسش چیه؟ آیا دعا من حیث علمی و روانشناسی و جامعه شناسی واقعا قابل قبوله؟ که من برای کسایی که یه دفعه حالا سعی نکنن بگن ریاضتی و جعفری گفتن این دعا رو نخون، من میخواهم به شما قول بدم دعا خوندن هیچ ضرری نداره، ولی کیفیت دعا خیلی مهمه. واسه چی دعا میخونی؟ چه طریقی دعا میخونی؟ اصلا هدف از دعا چیه؟ یا سوال خیلی معروف، یک نفر دعا بخونه در مقابل اینکه یک گروه دعا بخونن، آیا تأثیراتش بیشتره؟ تأثیراتش از چی بیشتره؟ آیا مقصود اینه که همه مردم یک هدف منظر واحد پیدا میکنن در اینکه ما انسان بهتری بشیم، عقولمون
معطوف بشه به موارد انسانی و از این قبیل. ولی شما پس قبول دارین که خدای انسان نما به درد نمیخوره، درسته؟ تو رو خدا اگه من هر چیز بدی میگم یه سر بالایی تکون بدیم پایینی تکون ندیم، ولی شما قبول دارین که این چیزایی که من خوندم واسه تون از قرآن و تورات و انجیل اینا خوبه برای اینکه آخر شب بچه ها رو بخامونید و اینا بخوابن و اینا خوبه اگر من اینا رو بفرستم واسه دیزنیلند یه مووی ازش درست کنه، ولی اینا به درد یک عالم متفکر معنوی قرن 21 نمیخوره. تا حالا که کار اشتباهی نکردم. خیلی حالا طرف دیگرش هم این بود آقا اصلا این صفات رو ولش کن بابا، اینا همه بچه بازیه، اصلا خدای ما غیبه. من یه لایدارتکه، این یه دیالکتیکه، این برشو بگیری یه اشکال داره، اون برشو بگیری یه اشکال داره، اینه که باید یه جوری اینا حل کرد. خوب دقت کنید، پس یکی از شما چون سوال کننده دوست عزیزم و همچنین سوال معتبری کردن جناب فخری که پس این برتران راسل که میگه بابا این خدا علت این جهانه، اینا معتقدن اینا حرفایی که ارزش نداره، جناب فخری فرمودن پس اگر خدا علت این جهان نی، اینطوری که راسل میگه، اینطوری که بقیه فیلسوفا میگن، پس وقتی که مولای ما میگوید مثلا عبدالبها عباس برای دوستان بهایی در الواح متفاوته در نوشتجات مختلفه مخصوصا در لوحی به دکتر فورل، اونم یه دانشمند، که میفرمایند البته البته که ما به خلقت الهی معتقدیم، جناب فخری فرمودن ما اینجا باید چیکار بکنیم؟ خیلی سوال خوبیه، ولی دقت کنید، فکر کنید، ما این مباحث رو با اصل تحری حقیقت شروع کردیم، یادتونه 5000 سال قبل، بعد ما شروع کردیم گفتیم هر کسی هر چی میگه، پری خانم ما نمیگیم بله 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 راست میگی راست میگی، درسته؟ چون تحری حقیقت معنیش اینه که ما وابستگی پیدا نمی کنیم به شخصیت، ما نظر نمی کنیم به اینکه چه کسی داره حرف میزنه، ما به حرفاش توجه می کنیم، درسته؟ یادتونه ما گفتیم میگوین انظر الا ما قاله لا تنظر الا من قاله، امیرالمومنین نگاه نکنید ببینید کی چی میگه، نگاه کنید ببینید چی چی داره میگه، یا اگر شما بهائی هستین عبدالبها عباس طالب شمس حقیقت باشید، از هر افقی طالب شود، درسته؟ پس اگه این طوریه ما نمیاییم بگیم چون علی فرموده، ببینید این متعرضی حقیقت هم ها، هنوز که من دل نبستم به علی، که هنوز که دل نبستم به عبدالبها، که تعرضی حقیقت دارم میکنم، هم فیلسوفه و عبدالبها عباس و همه اینا برای یک متحری حقیقت در یه سطح هم. تا اینکه برن تحقیق کنن، انتخاب شخصی میکنن، دلشون رو میخوان به هر کسی ببندن، درسته؟ حالا اگر اینا بیان بگن که خدا علت این جهانه، ما نباید دربارش فکر کنیم؟ راسل یکی از اونا بود، برتران راسل، جناب فخری در کتاب وای اماینات کریستیان چرا من مسیحی نیستم، این موقعی که 18 سالش بود جناب فخری کلیسا رو گذاشت کنار، مسیحیت رو گذاشت کنار، بعد از این شخص یه عده نوشتن وای اماینات مازلم، وای اماینات جو، همینطور این کتاب ها ادامه پیدا کرد. آیا چی میگه این؟ این میگفت بابا خدا پدرتون رو بیامرزه، و این به خدا هم معتقد بود، چون میگفت پدرتون رو بیامرزه،
میگفت خدا پدرتون رو بیامرزه، می شما نمیگین هر چیزی که خلق شده علت داره. گفتن آره. خب می شما نمیگین پس جهان به طور کلی یه خلقتی داره، خالقی داره، درسته؟ میگفت آره. خب خیلی خوب، حالا من میتونم سوال کنم پس خالق خدا کیه؟ اینا گفتن ای بی شرف، تو مثل اینکه ایمان تو از دست دادی. راسل میگه والا به خدا من کاری به ایمان و عدم ایمان ندارم پری جون، من دارم میگم تو به من میگی هر چیزی علت داره، جهانم علت داره، علت این جهان که بهش میگی خالق خداست. حالا من میتونم ازت سوال بکنم خالق اون آقا خدا کیه یا نمیتونم بپرسم؟ اینا میگفتن نه 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 نه. راسل میگفت خیلی خوب، نه پس بابا جون تو به یه جایی رسیدی، به یه چیزی رسیدی که علت نداره، درسته؟ میگه خب چرا از اول به ما گفتی هر چیزی علت داره؟ خب چرا نمیتونه خود طبیعت علت خودش باشه؟ چرا نه؟ خوب دقت کنید. آیا حالا ما بعد اینو بگیریم بکشیمش، بخوریمش، دعا بخونیم واسش؟ نه، باید بفهمیم، باید بریم تو آثار علی عبدالبها عیسی بگیم قربان جواب آدمی مثل راسل رو که یک نمونه ای از بیلیون ها آدم روی زمین چجور جوابشو میدیم. اینه میگن تحریه حقیقت خانم آقایون. به جای اینکه تعصبی بشیم، به جای اینکه احساساتی بشیم، باید عقلانی بهش نگاه کنیم. وقتی که شما میری این سوالو میذاری در دامن محمد رسول الله، چون محمد رسول الله در حقیقت این بساط رو شروع کرده. دیدین در قرآن چه چیزایی درباره خدا میگفت؟ خدا شتر داره، خدا صندلی داره، خدا کرسی داره، خدا رحیم، رحمان، خداوند قرض میگیره. مردم پرسیدم بابا محمد تو رو خدا این چیه؟ این خداست؟ بعد محمد جواب میده، علی جواب میده، میفرماین نه اینا به خدا بر نمیگرده. پس به کی بر میگرده؟ خالق جهان کیه؟ بعد جواب میده جعفر صادق در یک حدیث معروفی، خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت به نفسها. مضمون بیان از عربی به فارسی، خلق کرد خداوند همه چیز رو توسط قوه‌ای به اسم مشیت، و مشیت رو خلق کرد به خود مشیت. پس خلقت توسط کی انجام شده یا رسول الله یا ابن رسول الله؟ مشیت اولیه. این اصطلاحات دقت کنید، ابدا از زمان محمد به اون طرف، بالاخص در آثار سید علی محمد باب شیرازی، با من نمیخوام وارد مسائل مذهبی بشم، ولی اینجا چون بحث مذهب نیست، بحث عرفانه، بحث فلسفه است. ببینین چی میفرماید. میفرماین همچنین اشخاصی که علت وجود ممکن را ذات حق و به ربط فیما بین قائل گشته کافرن. سید علی محمد باب حرف راسل رو میزنه در حقیقت. البته سید علی محمد باب قبل از راسله. میفرماید نمیتونی تو علت خلقت رو به خدا نسبت بدی. چرا؟ خوب دقت کنید. لعجل آن که علت یعنی علیت، فرع اقتران با معلول. میگه اگر تو بگی خدا خلق کرده جهان رو، یعنی یه ارتباطی وجود داره بینشون،
و میفرمایند اگر ارتباط باشه ارتباط دلیل بر احتیاجه و خداوند به کسی نباید احتیاج داشته باشه. دلیل دومش اینه که میگه وقتی که تو خدا رو علت این جهان بدونی و خلقت رو یه چیز جدا ببینی، یعنی یه ارتباطی بین دو چیزه و این باطله، چون خدا ذاتش ذات خودشه و خلق ممکنه و نمیتونی تو این دوتا رو با تعاریف خلقی به هم ربط بدی. این در کتاب صحیفه اصول و فروع سید علی محمد بابه. من خانم آقایون غیر مذهبی، تو رو به اون معتقداتی که دارین هرچی هست، من ابدا اینجا نمیخوام مسائل مذهبی رو مطرح کنم، ولی چون این اعتقادات بیشتر از کعبه ادیان بلند شده و پیروانش، من اینها رو با شما شریک کردم که بخونید. پس حالا میبینید جناب فخری، باب الله به نظر میاد قبول نداره اصل علیت رو ما به خدا نسبت بدیم. پس اینجا سوال پیش میاد، عبدالبها، علی، عیسی، موسی، پس این که میگوییم این صفات رو به خدا نسبت میدیم، اینا به کی برمیگرده؟ چرا اینا رو به خدا نسبت میدیم؟ وقتی میگیم خدا رحمانه، خدا رحیمه، خدا فضاله، اینا به کی برمیگرده؟ عبدالبها عباس چقدر قشنگ در نوشتجات خودش مفاوضات یکی از مهمترینشه، در اونجا میفرمایم من این صفاتی رو که به این خدا میدیم نه این صفاتیه که اینا دارن، خدا داره، بلکه اینا نفی نقضه، نفیه. بذارین توضیح بدم یعنی چی. وقتی شما میگی خدا عالمه، میگه معنیش اینه که خدا جاهلی. وقتی شما میگی خدا قدیره، فقط معنیش اینه که خدا ضعیف نی، نه اینکه واقعا یه موجودی اون بالا هست که یه صفتی داره به اسم عالم، یه صفتی داره به اسم قدیر. این خیلی مهمه. دوم، عبدالبها عباس، علی و سایر فلاسفه که اهل عرفان بودن میگفتن میدونی در عالم خلق اینا دلایل خلقی میارن. این خیلی مهمه. خود عبدالبها، خود علی، خیلی جالبه، اینا هزار اندی سال از هم دیگه فاصله دارن، میفرماین این دلایلی که ما برای مردم میاریم اینا برای نفوس ضعیفه است. خوب دقت کنید، میفرماین و الا اون کسی که این عالم به وجود او موجوده قابل شناخت نی. به همین دلیلی که ازشون وقتی سوال میکنن که پس خدا رو میشه شناخت، عبدالبها عباس، علی میفرماین ببین هر چی دربارش بگی، به بهترین بچه ممکن بدی، همش مخلوق ذهن خودته. خب اگه اینطوریه پس چی میشه؟ کسانی که خیلی قلم زدن، سرداران عزیز، ببینید قبل از اینکه وارد بشم، شما یه چیزی الان فهمیدی چرا کسانی مثل هگل گفتن خدا مرده؟ یادتون هست این جوابه که سوالای شما هم هست که از من سوال کردین آیا واقعا ریاضتی چه نفعی داره شما به این مردم مذهبی بگین خدا مرده؟ دوست عزیز، سرور گرامی، نترس، این خدایی که بخواد با حرف ریاضتی بمیره این خدا نباشه بهتره. ولی ببین اینطوری شما سعی نکن قضیه را بپیچونی، خودتو تحمیر کنی. نه، کسی که مثل هگل برگشته گفته من کتابم میخونم که بری
خودت بخونی. Phenomenology of spirituality, your mind. Phenomenology of spirit, your mind. پدیدارشناسی روح یا عقل. این چاپ 1807. این برمیگرده میگه دین خدا با تعاریفی که الان ادیان کردن تنها یه احساس رو به ما دست میده که خدا مرده است. یعنی این خدا دیگه به درد نمیخوره. وقتی هگل رو به دقت بخونی، هگل مقصودش اینه که باید یه تعریف جدید، واژه جدید، و حتی خودش میگه عصر جدید باید شروع بشه، شاید یه دین جدید باستی به وجود بیاد. هگل خیلی جالبه. وقتی که نیچه برگشت گفت من دفعه قبل خوندم خدا مرده، گفت ماها کشتیمش، نگفت، گفت طریقتی که ما درستش کردیم مرده. پس دوست عزیز، سوال کننده محترم، ابدا خدا نمرده، چون خدا اصلا اون حیاتی که من و شما داریم نداره. خدا ما فوق ادراک من و شماست. ولی حالا که به اینجا رسید، پس این رو چگونه حلش کنیم؟ تمام فلاسفه بالاخص در عرفان اینا می گفتن که تمام این صفات برمی گرده به عالم خلقت. یعنی این عالم خلقته که مظهر تجلیات صفات الهیه. خوب دقت کنید. یعنی اینها معتقد بودن که هر شیئی که خلق شده مظهر یکی از صفات خداست. این صفاتی که ما بهش میدیم، هر شیئی که در عالم موجوده در حقیقت مظهر یکی از آیات و صفات اون قوه جهانی و کیهانی خداست. کسانی پیدا شدن مثل ابن عربی در فصوص الحکم خودش، بلگش گفت اگر عالم خلقت رو شما مظهر تجلیات این صفات بگیری، در بین این مخلوقات یک مخلوقیه به اسم انسان. این انسان مظهر تمام این صفاته. یعنی اگرچه به ظاهر عالم صغیره، ولی فی الحقیقه عالم کبیره. خوب دقت کنید ببینید چی عرض میکنم. بعد معتقد بود در بین این انسانها هم مراتب تجلی این صفات وجود داره، بر حسب استعدادها، بر حسب سعی و کوششی که میکنن. و در بین تمام این انسانها یک انسان وجود داره که اون بهش میگفت انسان کامل. این انسان کامل چیه؟ این انسان کامل چیه؟ اگر شما واقعا میخواین این مسئله رو بفهمید، من میگویم جواب این دلما، دلمای بین غیب منی لایدرک که باید جای خودش رو حفظ کنه و اینکه این صفات به کی برمیگرده، ما امروز معتقدیم جوابش در یک واژه است: مظهریت. مظهریت خانم آقایون بدین معنیه که هر چیزی که خلق شده مظهر صفات الهیه و در بین تمام چیزهایی که خلق شدن یک حقیقت یا واقعیت وجود داره که ما بهش میگوییم مظهر
تمام عیار این صفات که ما به اصطلاحی بهش میگوییم آینه های ظهور که در اونها اون شمس حقیقت به تمام تجلی کرده. ما اونا رو به یک عبارت میگیم مظهر ظهور و بهش میگیم اون انسان کامل، بهش میگیم بهاءالله در هر زمان به هر اسمی. تکرار میکنم خانم آقایون، میدونم دوستان غیر مذهبی شاید با این قسمت آخر اونسی نگیرن، ولی روش فکر کنید. من تعصب ندارم، ولی خود شما معتقد هستید که یا خداست یا طبیعت. من به یاد میارم این ملاقاتی که عبدالعباس با هنری برکسون داشت. هنری برکسون شاید مهمترین فیلسوف بود در فرانسه حداقل، و این یک ملاقات خیلی کوچیکی با سر الله یا عبدالعباس داشت و در اون چیزایی که مونده ازش اینطوریه که در حقیقت عبدالوهاب پاکی رو میرزه رو دست برکسون، میگه میدونی اصلا ما اختلافی نداریم. عبدالعباس نقلی که بعضی ها میکنن یادداشتی که مونده که ما الهیون و طبیعیون هر دو به یک قوه معتقدیم. ما معتقدیم که این قوه در طبیعت پنهانه، شما بهش میگویی قوه طبیعی کیهانی، ما به این قوه میگوییم خدا یا الهی. بعد به هنری برکسون میگوین ببینیم ما اصلا اختلاف آرایی نداریم. برکسون هم به نظر میاد راضی میشه، بدو بدو از محضر حضرت عبدالبها خارج میشه. خوب دقت کنید، میتونی از طرق مختلفه به این قوه برسی. هر اگه طبیعی هستی میگی هر شیئی رو که من نگاه میکنم مظهر تجلی اون قوه است، ولی اون قوه به خودی خودش قابل شناخت نی. اون ما بهش میگیم غیب منی لا یدرک، ولی آثار و صفاتش در همه چی هست. طبیعیون به این معتقدن. ما مذهبیون میگوین که بله ما هم معتقدیم که هر چیزی مثل یه آینه است، هر چیزی میتونه اون اشعاعات رو بگیره، ولی در بین این آینه ها انسان ها اشرف مخلوقاتن. حالا من با حسام نمیخوام اینجا وارد مصاحبه بشیم و محاوره بشیم، حالا انشالله جناب جعفری برنامه های دارم واسه دایلاگ، که در حقیقت اشرف مخلوقاتن. حالا قبول داریم نداریم باید بحث کنیم، و چون مظهر اسم مختارن، الهیون معتقدن که این انسان نسبت به سایر موجودات بیشتر تجلیات صفات الهی درش موجوده. بعد توی تمام این انسان ها یک نفر هست که پیروان دین بهش میگن مظهر امر، که اون رو میگن تمام صفات به کمال در اون موجوده. خوب دقت کنید ببینید این کیه؟ مقصود کیه؟ شما واسه من نوشتی یکیتون. ریاضتی، من سوال شما رو میخونم، منو به فردم نفرستادم که منو قطعم کنه. ریاضتی، تو رو خدا ما رو مسخره نکن. نگو به ما محمد مظهر کمال انسانیه. نیست. بنده جواب میدم بهشون. ببینیم من در مقامی نیستم که این حرفا رو بزنم. برای من گرفتاری درست نکنید. ولی ببینید ما وقتی برمیگردیم میگیم هر پیامبری، چه عیسی، چه موسی، چه کریشنا،
چه بودا، چه زرتشت، چه علی محمد، چه میرزا حسین علی آینن، ما به آینه توجهی نداریم. سرور عزیز، ما به میرزا حسین علی کاری نداریم، ما به سید علی محمد باب کاری نداریم، ما به محمد پسر عبدالله کاری نداریم. اینا آینن. ما به اون پیامی که تجلی کرده در این آینه، حالا چگونه این آینه انتخاب شده، نه من میدونم نه شما میدونی، این یه اراده‌ای بوده که این رو انتخاب کرده. هر کدوم از اینا صاحب سه تا مقامن. یکی مقام جسمانیه، یکی مقام انسانیه. ما در این دو مقامات شریکیم با این پیامبرا. اون چیزی که اینا رو ممتاز میکنه خانم آقایون، در حقیقت اون مقام آخریه که ما واژه‌های مختلفه داریم، مثل قلم اعلی، مثل نقطه اولا، مثل بهاءالله، مثل کلمه، مثل عقل اول، عقل کلی. اون رو ما بهش میگیم در حقیقت انسان کامل. خانم آقایون، ما به مسائل فرهنگی اینا کار نداریم. شما نوشتی این چند تا زن داشته، اون چند تا زن داشته، موسی چی کارا که نکرده. ببینین اینا، اگر به اینا بخوای توجه کنی، اینا ابر سحابه. شما اینا غباریه که روی آینه است. شما نباید به محمد توجه بکنی، محمد آینه است. شما به اون نوری که از محمد ساطع شده در نظر بگیر. من نمیخوام اینجا تبلیغ محمد رو بکنم، ولی موظفم حقایق رو بررسی کنم. شما هر کدوم از این پیامبرها رو که بگیری، شما یه مسائل فرهنگی و سنتی توشون پیدا میکنی. چرا تعدد زوجات بوده؟ من میفهمم این بیچاره مؤمنه، چون دیگه چیزی نمیتونه بگه، میگه خب یفلا مایشا یکم مایوری، هر کاری دلش میخواد میکنه. اه دل بخواهیه؟ نه، این بیچاره چون مونده چیزی دیگه نمیتونه بگه، این حرفا رو بهت میزنه. ولی چه سه تا زن بگیره، چه یه زن بگیره، چه اصلا زن نگیره، اینو پیغمبرش نمیکنه. چه پدر داشته باشه، چه پدر نداشته باشه، اینا بهش فضیلتی نمیده. نه یا بیا بگو عیسی چه انقدر مهمه چون بی پدر بوده. بعد یه نفر دیگه مثل عبدالبها میگه اه خب اگه بی پدری فضیلته، این آقا آدمه که هم بی پدر بوده هم بی مادر بوده که فضیلتش بیشتره. یعنی در حقیقت میخواد بگه بابا این تعاریفو بذار کنار. پس این صفات به کی برمیگرده؟ این صفات به مظهر ظهور زمان در هر زمان برمیگرده. دقت کنید، تو رو خدا دقت کردین، مسیحی‌ها میگن، نقل قول میکنن از انجیل، پدر در پسر، پسر در پدره. هیچ کسی نمیتونه بره به سمت پدر مگر از طریق پسر. شنیدین اینو؟ یا انگلیسیش هم بگم، شما الحمدلله همه تون به این مسائل واردین. این وقتی برمیگرده میگه پدر در پسر، پسر در پدر، فقط یه معنی عرفانی داره. یعنی هر چیزی که شما در من میبینید، تمامش تجلیاتیه که شما انتظار دارید در خدا ببینید. وقتی میگه شما فقط از طریق پسر به پدر میرین، میخواد بگه اون پدره غیب منی لایدرکه و شما از طریق من که مظهر کمالاتشم اونو میتونی بشناسید. دقت کن، تو رو خدا دقت کن. علی خیلی جالبه میگه ظاهری
گوش کنید، گوش کنید بیژن جون. ظاهری امامه، باطنی غیب منی لایدرک. آقا ببینین اصطلاح غیب منی لایدرک کجا به کار برده که دوستان بهایی هم استفاده میکنن ازش. بهاب الله در جمعی آثارش بهش اشاره میکنه. علی میگه به ظاهر اگه به من نگاه کنی من امامم، به ظاهر نگاه کنی رسول الله محمد رسوله، ولی اگر به حقیقه نگاه بکنی باطنش همون ندای غیب منی لایدرکه. متوجه شدین؟ حالا خوب دقت کنی، وقتی میگید هو الله، هو الله چیه؟ میگه خدا، الله میگه او داره. چرا او؟ میگه اشاره میشه به خدا کرد. این که طریقت خلقیه، اینه که طریقی که اینا حلش میکنن تمامشون عرفا یه اسلامی و نوشتجات بهایی، میگوید این خدا در حقیقت اشاره به مظهر ظهور زمان در هر زمان در هر اسمی. تکرار میکنم، میدونم اینا سنگینه، میدونم بایستی بایش باید بخونید، ولی تو رو خدا ببینید چجوری اینا این مسئله بغرنج رو حل میکنن. به عنوان ذکر مثال، باب الله در مهمترین اثر خودش بیان فارسی و پنجشن، در بیان فارسی میگوید هر جا در قرآن رب اومده، رب در مقام اول اشاره به رسول الله است، بعد از رسول الله به جانشینان رسول الله، بعد از اون به مؤمنینش، بعد از اون به هر شیئی که در او دیده نمی شود مگر تجلی اون ذات غیب منی لایدرک. دقت کنید، تو رو خدا دقت کنید، خوابالو نشید، الان موقع خوابالو بودن نی. یعنی مشورتم بذارین حالا بعدم با هم بکنید. ببینین، یعنی ای مسلمان، ای بهایی، ای عیسوی، شما در زمان عیسی اگر به عیسی توجه بکنی در حقیقت تمام صفات الهی در او تجلی کرده و این نهایت درجهشه. بعد از اون به مؤمنین درجه اولش و بعد هم این تجلیات میره و به تمام اهل عالم میرسه. خوب دقت کنید، یه مثال دیگه میزنم. در زمان مثلا باب الله، اول و کاملترین مظهر این صفات بابه، بعد از اون میره به حروف حیش، بعد از اون میره به سایرین. اینه که سید باب میگوید من انتظار دارم که یک زمانی جمیع اهل عالم حروف حی بشه، حروف حی اول، حروف حی دوم الی آخر. یه چیز دیگه ای هم ما میفهمیم که چرا کسانی مثل منصور حلاج میگفتن انی انا الله، لا اله الا انا. مردم گرفتن اینو کشتنش، گفتن خجالت بکش. یه عده گفتن عقلشو از دست داده، یه عده گفتن نکنه زن نداره، چون ای زن داشت که اصلا این حرفا رو نمیزد، زنشو خدای خودش میدونست. بعد ولی وقتی که آثارشو میخونی میبینی وقتی این میگفت انی انا الله، یعنی من به یه مقامی رسیدم در عرفان که من دیگه فنا شدم، دیگه چیزی از خودم ندارم، با گوشم دارم نغمات الهی رو میشنوم، با چشمم هر جا که میرم آیات الهی رو میبینم. هفت وادی، یکی از مهمترین آثار بهاءالله،
مثنوی رومی وقتی میگن انسان برسه به جایی که به جز خدا نبینه یعنی چی؟ مقصود این نیست که خود نما بشه، مقصود این نیست که دفعه قبل فکر میکنم پری خانم گفت شما این بر اون برای به ما گفتی تو خدایی، حالا اینم البته باورش شده که واقعا خداست، ولی این فقط یه معنی داره، یعنی میتونی شما مظهر صفات الهی در حد خودت بشی. خوب دقت کنید، یکی از ایرادهای بزرگی که به عیسی گرفتن، به علی گرفتن، به باب گرفتن و به بهاءالله گرفتن این بود که تو ادعای خدایی کردی. نیست خدایی مگر من که مسجونم و یکتا بهاءالله. یا محمد رو، علی رو، اصلا یه گروه پیدا شدن به اسم علی اللهی که اینا علی رو الله می دونستن. خوب دقت کنید خانم آقایون، وقتی اینها میگن من اللهم، این من درش منیت مرده، دیگه مقام بشری و انسانی اینا فدا شده. من نقل میکنم از کسی که شاید این شاه میبشه، کسی که خیلی بهش اتهام زدن، میرزا حسین علی نوری، که وقتی یکی از این علمای اصفهان برمیگرده میگه برین سوره توحید رو ترجمه کنید به فارسی که این بابیون و بهاءالله بدونن که خدا نزاییده شده و نمیزاید و ادعای خدایی نکنه، بهاءالله در جوابش چنین نازل میکنه در آخرین اثر خودش به اسم رساله شیخ نجفی: یا شیخ، اگر این کلمه ذکر شود، یعنی بگم من انیان الله، اگر این کلمه ذکر شود مدل بر نیستی بحت بات است، یعنی وقتی من بگم خدام، یعنی دیگه میرزا حسین علی وجود نداره، دیگه اون خاصیت های فرهنگی جسمانی وجود نداره. یا شیخ، به راستی میگویم این عبد و این مظلوم شرم دارد که خود را به هستی نسبت دهد تا چه رسد به مقامات مافوق آن. خانم آقایون، هر کسی به اون مقامات نمیتونه برسه، ولی هر کسی که نزدیک بشه دیگه منیتی درش وجود نداره، خودش رو با عالم وجود در حقیقت شریک میبینه در صفات. دقت کردین موقعی که ما سهروردی رو میخونیم، شهاب الدین سهروردی، وقتی اون کتاب معروف هیاکل نور خودشو می نویسه، میگه به خدا انسان تا فنا نشه، فدا نشه، نمیتونه این صفات رو در خودش تجلی بده. ولی خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، من یه چیز دیگه می خونم از کسانی مثل شیخ احمد، مثل ملا صدرا، و حتی ما می بینیم در آثار آخریشون بهاءالله یک لوحی داره به اسم لوح میلاد، روز تولد. شما روز تولد میرین جشن میگیرین، چقدر قشنگ میگه، میگه عجب روز مبارکیه، خدایی که نزاییده شده و نمیزاید زایید، الله لم یلد و لم یولد ولده. این دیگه چیه دیگه؟ خوب دقت کنید، وقتی ما این معانی این کلمات رو نمیفهمیم، اون موقع است که مشغول به اعتراض میشیم، فراموش میکنیم که چقدر از اول لا اول تا بهاءالله
تشویق کردن به تفکر تا جایی که می فرماید در کلمات ما تفکر کنید و اگر سوالی دارید بپرسید. ازش می پرسن این دیگه چیه؟ یعنی خدا متولد شده با اولا روز اول و دوم محرم ما داریم جشن می گیریم؟ خوب دقت کن ببین چی میگه. میگه امروز امشب روز زمانیه که خدایی که نه زاییده شده و نه میزاد نه بچه دار میشه و نه خودش بچه کسی بوده، حالا مثل اینکه یه جوری یه چیزی زاییده، بعد بلا فاصله نمیذاره شما برید دنبال چایی و قهوه و اینا، بلا فاصله میفرماین توبی لمن تغمس فی بحر المعانی هذا الکلام، خوشا به حال اون کسی که غوطه ور بشه در بحر دریای معانی که در این کلامه. عبدالبها عباس برمیگردن ازش میپرسن چی داره میگه این پدر؟ میفرماین اون قسمت اول که میگه خدا نزاییده شده نمیزاید، این همون آیه قرآنیه دیگه، الله لم یلد ولم یولد، درست شو؟ میفرمین خب چی روز دوم محرم و اول محرم متولد شد؟ عرش ظهور، آینه متولد شد، خدا متولد نشد، شمس متولد نشد. به قول داوودی شادروان بخونید در کتابی که جمع آوری دوست عزیزمون وحید رافتی دکتر جمع کرده از نوشتجاتش، الوهیت و مظهریت، در قسمتی که تحت عنوان بهاءالله به قلم در آورده، میگه روز اول و دوم محرم بهاءالله متولد نشد، بهاءالله از اول بود تا ازل میمونه، از ازل بود تا ابد میمونه. اون کرسیه خلق شد، آینه خلق شد. واسه همینه خانم آقایون ما به آینه توجهی نمی کنیم، درسته؟ ما به میگیم بهاءالله، میگیم رسول الله، میگیم باب الله، میگیم روح الله. ما در حقیقت به جسم اینا توجهی نداریم. چه خوب گفت، چه عالی گفت. با انصاف توجه کنید، نگین باهایی مسلمونه، حقیقت رو بشنوید. وقتی میگوید عبدالبها عباس جاهلان، جاهلان و غافلان به چراغ متمسکن، چراغ سراج، سراج ابراهیمی، سراج موسوی، سراج عیسوی، سراج محمدی، حالا من ادامه میدم، سراج علی محمدی، سراج میرزا حسین علی. بعد می فرمایند در مفاوضاتش ولیکن عاقلان و عاشقان، می فرماید به شمسی که در این چراغ هست، نوری که در این چراغ هست توجه می کنند. ما اون نوره رو بهش می گیم انسان کامل، ما به اون نوره می گیم عقل کلی. پس من جوابی که پیدا کردم و با شما در این قسمت شریک کردم اینه. یک، خلاصه میکنم بعد به سوالات میپردازم. یک، هر شیئی که در عالم امکان وجود داره مظهر تجلیات الهیه. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. چه خوش گفت سلطان قدم جمال قدم در قرآن خودش، سناریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم.
میبینید آیات ما را جمال قدم داره میگه جمال قدم وهاب الله نقطه اولا قلم اعلی به لسان محمد انسانی در قرآن خودش میگه که شما آیات ما رو میبینید در روح خودتون و در اشیایی که خلق شدن در طبیعت میبینی در روحت میبینی. آیا این همونی نیست که عبدالبها عباس به برکسون گفت؟ خوب دقت کنید، فکر کنید، تعمق کنید. اگر تعمق نکنید دچار اشکالید. پس یه نتیجه ای که گرفتیم هر شیئی که میبینیم مظهر صفاته. واسه همینه ما یه گل که میبینیم خوشحال میشیم، گل اون گلیتش ما رو خوشحال میکنه نه شاخه. ما وقتی وارد این گلستان میشیم این گلستانه که ما رو خوشنود میکنه نه تک تک شاخه ها. خوب دقت کنیم، اگر خوب به این مسئله واقف بشیم ما اون موقع به طبیعت ظلم نمی کنیم. ما زمینمون رو خراب نخواهیم کرد. ما الان این فاجعه‌ای که تحت عنوان کلایمت کرایسیس دیگه وجود نخواهیم داشت. ما بی حرمتی می کنیم به طبیعت، ما حیوان رو اذیت می کنیم، حالان که حیوان هم مظهر یکی از اون صفاته. بگذاریم جلوی چشممان انسانها رو دارن نابود میکنن و ما اصلا واسمون مهم نیم. ما فقط بلدیم واسشون دعا بخونیم. ولی دعا واسه چی میخونی برادر؟ دعا نمیخونی که بیاد مسیحی بشه مشکل حل بشه، دعا نمیخونی که بیاد باهایی بشه مشکل حل بشه، چون اون موقع تو انسانیت رو نفهمیدی، تو فقط به دین توجه کردی، حالان که دین وسیله‌ایه برای وصول به انسانیت. ببین دعا میخونیم که فکرها عوض بشه، دعا میخونیم که قلوب از تعصبات قومی نژادی جنسی رهایی پیدا کنه، نیست اینطور؟ شما فکر میکنین دعا کاری میکنه؟ نه، تا قلوب انسانها عوض نشه، تا افکار انسانها عوض نشه، تا هر شیئی رو مظهر صفات و آیات اون غیب منی لایدرک ندونه این ظلما رو ول نمی کنه. خودتون رو گول نزنید که اینا اینقدر باید بکشن تا بفهمن که من راست میگم. اه چرا کسی خلیفه میبخشی؟ یه فلایت بگیر برو در کابل زندگی کن، اون وقت بهت میگم چه مرد حلاجی. انسان دوست باش، همدل باش، همدرد باش. علت این که میبینی کابل و تهران و آمریکا و هر قطعه عالم نقاط عالم به این بلایا مبتلا شده به خاطر اینه که انسان مقامش از بین رفته، انسان رو مظهری از آیات الهی نمیبینه، اینه که رحم نمی کنه، اینه که این همه بی انصافی میشه. پس اگر همه چی مظهر آیاته، اگر همه چی صاحب یک قوه است، پس یک قوه کیهانی وجود داره. حالا تو اگر دنبال یوگایی، خدا بهت برکت بده، بهش بگو یوگا، بهش بگو کارما، بهش بگو نیروی جهانی و کیهانی، فرقی نمی کنه. ولی اون نیرو وجود داره، هر کسی به یه طریقی بهش نگاه میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. شما ببینین هفت وادی رو بخونید، هفت شهر عشق عطار رو بخونید، چهار وادی بهاءالله رو بخونید، همه از یه رای میرن.
ولی در عالم انسان به اعتقاد مذهبیون، تکرار میکنم این رو باید تحقیق کنید خودتون بفهمید، به قول پاسکال it is a personal choice، این انتخاب فردیه. اینها میگن نهایت درجه عرفان این مظاهر شمس حقیقتن. واسه همینه که اولین وظیفه‌ام در کتابای خودشون شناخت و معرفت این حقیقت میدونن. بهاءالله در اقدس بند اول، بیان فارسی در بند در واحد اول خودش، قرآن ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، عیسی اگر اول منو بشناسی بعد عامل باشی برکت داری، یعنی این که اون رو مظهر کل خیر میبینه، اصلا اصل کل خیر میبینه. خانم آقایون، نکته آخر بنده، خدا چند تا صفت داره؟ والا یه عده که میگن والا 19 تا اسم داره. دقت کردین؟ به حساب 19 تا اسم داره و این امام هم این اسامی رو که نوشت اول شروع کرد از بها، بعد رفت به علا، بعد یه دونه دیگه امام اومد گفت بابا کجای کاری؟ خدا 95 تا اسم داره. گفت ای بابا اون 19 تا چی شد؟ 95 تا چی شد؟ یه امام دیگه اومد گفت بابا به تعداد اسامی در عالم خدا اسم داره. ای بابا، اینه که بهش گفتم مطلع کل الاسماء الحسنا. این اسامی به کی برمیگرده؟ این اسامی برمیگرده دوباره به مظهر ظهور زمان در هر ظهوری به هر اسمی. یعنی اگر تو زمان محمد رسول الله بودی، تمام این صفات خداوند، نمیدونم بهاست، خداوند فضال، همه اینا برمیگرده به خدا، و این خدا یعنی محل تجلی صفاتش در مظهر ظهورش. پس یا اله المستغاث، در اسلام ما میبینیم، در بابیت میبینیم، در بهائیت میبینیم، خدایا به فریادم برس. کی میخوای به فریادت برسه؟ تا حالا گفتی به فریادم برس؟ حالا فردی بگی، جمعی بگی، خب جمعی که بگی زودتر میشن به دیگه، درسته؟ اگر گرفتارم باشه میبینی سر و صدا زیاده تو اتاق، یه توجهی بهتون میکنه. ولی مستغاث یعنی چی؟ به فریادم برس. عیسی میگه میدونی چجوری به فریادت میرسم؟ میگه چجوری؟ میگه اگه این چیزایی که بهت میگم انجام بدی، عقلتو استفاده کنی، قلبتو استفاده کنی، یه روابط ضروریه بین اشیا ایجاد میکنی، مشکلت حل میشه. میشه. یا مثلا ببینین دوباره اینا ریشاش در تمام ادیان هست، هل من مفرج غیر الله، میدونین که این رو در بهائیت خیلی استفاده میکنن، منسوب میکنن به سید علی محمد باب، در آثار اسلامی هم این برانور هست. آیا کمک کننده ای، پناه دهنده ای غیر از خدا هست؟ بعد ادامه میدی که نه به خدا نیست. خب اینو چجوری شما میخونی؟ آیا پناه دهنده ای غیر از داشتن صفات انسانی هست؟ اینطوری بخون. لا والله به خدا نی. آیا موقعی که یه آدم دروغگوی شالاتانه حق باز دروی هستی، حلم مفردجون غیر الله یعنی چی؟ یعنی ای حبیب شالاتانه دروغگو، آیا راهی غیر از راستی و یگانگی هست؟ راستی و یگانگی صفات خداست، خود خداست. دقت کن. آیا اینطوری اگه بفهمی یه مقدار از خرافه‌گری نمیای بیرون؟ ولی اونایی که نشستن دروغه رو میگه،
بعد میگه خدایا به من رحم کن. اه میگه خدا دیوونه است که به تو رحم کنه؟ اگه به تو رحم کنه که به اونی که تو کلک زدی بهش ظلم کرده که آخه. دقت کن. و ای دوستانی که دین رو قبول نداریم، تو رو خدا به حرف نیچه و مارکس و هگل گوش بدین. این پیروان ادیانن که خدا رو خراب کردن، پیروانن که خدا رو نفهمیدن. پس من به این نتیجه گیری کلی میرسم که به نظر من تنها طریقی که راسل، کانت، هگل و سایر فلاسفه و دانشمندان بتونن راضی بشن آن است که ما اون خدای موهوم رو از ذهنمون خارج کنیم که درست کردیم و این صفاتی رو که به خدا میدیم به انسان کامل بدیم و به طور عملی در خودمون اینا رو ایجاد کنیم. ببینین من میخواهم با این عبارت تموم کنم. الانسانو سری و انا سرهو. این چقدر قشنگه در بین تورات و انجیل و قرآن و بیان و اقدس این رو ما میبینیم. اصلا کریشنا در اون کتابی که منسوب به اونه گیتا اصلا اول تا آخر همینه میگه اگر میخوای خدا رو بشناسی به درون خودت برو، خودت رو بشناس. چرا؟ چون تو مظهر صفات خدایی. پری خانم این مقصود از خدا باش، یعنی شب روز سعی کن مظهر اون تجلیاتی باشی که در آینه جسمانی تو تجلی کرده. این است که میگوین هر کس که خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. اگر خودت رو بشناسی بعد انسان کامل رو که مظهر کمالات و کامل ترین انسان هاست میشناسی و اگر اونو بشناسی خدا رو شناختی. خانم آقایون من میخوام به اینجا ختمش کنم. اعتقاد به خدا اگر در عالم انسان و روابط انسانی نتیجه نده موهومه، وهمه. دین افیونه، دین سرگرمیه. از این زوم به اون زوم، از این دعا مناجات به اون دعا مناجات. ولی از خودت بپرس هدف چیه؟ از خودت بپرس شب که میخوابی این خدای بهی ابهای مقتدر عالم چطوری قلب تو رو عوض کرده، فکر تو رو عوض کرده. اگر این صفات رو داشته باشی اون موقع همه چیز رو به چشم حق میبینی. یادت نره چقدر محمد رسول الله موقعی که میگفت اگر تو یک نفر خوشحال کنی جمعی اهل عالم خوشحال کردی، اون موقع تو از اهل خدایی. چقدر قشنگ میگه. یا در جای دیگه در قرآن شریف جمال قدم به لسان محمد پسر عبدالله میگوید اگر تو یه نفر رو بکشی جمعی اهل عالم رو کشتی. دقت کنید ارزش عملی. وقتی شما در یه دنیایی هستی که اربابان عمائم چه به اسم اسلام باشه، چه مسیحیت باشه، چه طالبان باشه، چه این باشه، چه اون باشه، اون موقع شما از خدا بری نمیشی. علت این که بری میشی، کنار میری، چون صفات الهی در این انسانها نمیبینی. شما میبینی که خدا و دین استفاده شده برای اینکه انسانها رو به زنجیر بکشن، برای اینکه برن در خونه های مردم دخترها رو بگیرن به اسم خدا بهشون تجاوز کنن. شما همچین خدایی رو میپسندی؟ پس بنابراین خدا از طریق انسانیت حل میشه. دین یعنی
اون چیزی که ما رو انسان تر بکنه. و همین جا میخوام ختمش بکنم فریدون جان، یه سوالی هست. بسیار خوب دوستان عزیز، میریم به سراغ سوالها، سوالهایی که دوستان برای ما نوشتن. بسیار سوالهای خوبی هست که من فکر نمی کنم به همه اینها برسیم، مگه اینکه جناب دکتر ریاضتی اینها رو جوابها رو یک کمی جمع و جور بکنن، مگر امکان نداره به تمام این سوالها برسیم. خب من سوال اول رو شروع می کنم. جناب ریاضتی، سوال اول این هستش که چرا ادیان و تشکیلات دینی مانع سوال کردن و تفکرات انتقادی میشوند؟ به این بهانه، آیا این به این بهانه هست که شعله ایمان را خاموش میکنند؟ آه عجب، برای چون چرا برای من گرفته ای داری درست میکنی با این سوال؟ ولی ده حالا بعد سوال بعد نیست دوستان. بله نه اتفاقا من که البته شوخی میکنم با شما، ولی سوال خوبی است، سوال حقیقیه، واقعیه. ولی آیا دین حقیقی، تشکیلات حقیقی باید جلوی سوال کردن رو بگیرن؟ آیا اونطوری که سوال کننده میگه، آیا شما سوال بکنی پالونه کجه؟ عهد و میثاق یه ذره به لرزه میاد، خدا مرگم بده، این حرفا چیه؟ همه مثل مورچه دنبال هم میدویم، مثل زنبور با هم دیگه وزوز میکنیم، هر چی میگن میگیم بله قربان. اینه بهش میگی ایمان؟ خب اگه اینه بهش میگی ایمان، بچه ناراحتی تو ایران این چیزی که میگذره، در افغانستان این چیزی که میگذره. چرا باید هیچ دینی، حالا تشکیلاتش بگذاریم، شما را از بزرگترین هدیه‌ای که خداوند به شما داده که تفکر و تعقل هست محروم بکنه؟ آیا سوال کردن به خاطر این نیست که من میخوام بهتر بفهمم؟ من نیت سوال کننده رو نمیتونم بفهمم وقتی یه نفر سوال میکنه، ولی این سوالی رو که این شخص بزرگ بار میکنه خیلی مهمه. آیا جامعه ای که یک جور فکر میکنه دلیل بر اینه که اینا متحدن، ولی اگه درونشون پر از سوال باشه؟ چرا تشکیلات مذهبی جلوی گالیله رو گرفتن؟ چرا اسپینوزا رو طرد روحانی کردن؟ چرا خیام ها، حافظ ها، شیخ اشراق ها، قاضی القضات ها، سقراط ها، اینا چون سوال میکردن؟ چون به مردم یاد میدادن سوال کنن؟ تمام بدبختی های ما در قرن 21 اینه که سوال نمی کنیم، ذهنمون رو بسته گرفتیم، بسته میخوایم تحویل بدیم. سوال کن، ولی با نیت پاک سوال کن. نیت پاک یعنی هدف این باشه که به حقایق پی ببری، و ای کسی که به ظاهر داری این گروه رو میچرخونی، فکر نکن به این که تو بهش بگی سوال نکن قضیه رو حل میکنی. نگاه کنید به ادیان فعلی عالم، ببینید جووناشون کجان، کجان این جوونا؟ شما دقت کنید به زومایی که دارین. من در زومای غیر مذهبی هم شرکت میکنم. من دیدم در زومهایی که مباحث فلسفی مطرحه، مسائل جامعه شناسی و روانشناسی مذهب مطرحه، من جوانهای زیادی رو میبینم. اینجاها چرا نمیان؟ من فکر میکنم حرفی رو که رسول الله زد، بهاءالله زد، عیسی زد درسته. این تشکیلات به خاطر حفظ قدرت سعی میکنن جلوه سوال کردن رو بگیرن،
چون هر چقدر مردم آگاه تر بشن قدرت پوشالی امرا رو کم میکنن. من معتقدم که افراد یا به خاطر جهالتشون یا به خاطر طمعشون به ثروت و قدرت جلوی سوال میگیرن، ولی الحمدلله ما بایستی بدانیم که صاحبان ادیان مثل هیاکل اصلیه ادیان، مثل رسول الله، مثل بهاءالله، هیچ موقع مردم رو منع نکردن از سوال. سوال بکنید ولی هدفتون تخریب نباشه، هدفتون تفهیم باشه، هدفتون خرافه ها را از بین بردن باشه. بنابراین در جواب سوال شما جناب جعفری یا اون دوست عزیز بگویم نمیشه همه تشکیلات رو با یه چوب زد، چه تشکیلات علمی باشه چه تشکیلات مذهبی باشه، ولی اگر شما در هر گروه مذهبی که هستین احساس میکنین افرادی میخوان کنترل کنن نحوه فکری شما رو و به شما میخوان یک لقب بچسبونن، یه عیب بذارن، تو ایمانت کمه، تو عهد و میثاقت شله، اینا رو ما دیدیم کردن در طول تاریخ در ادیان. قربان، شما اختیار داری بنویس، به تشکیل، به رأس بنویس. اگر مسیحی هستی و کاتولیکی به واتیکان بنویس، اگر بهایی هستی به مستر دینت بنویس، چون اگر ننویسی چگونه بفهمن؟ به خدا نسپار که درست بشه. اول بنویس، حرف خودتو بزن، تمام دلایلتو بیار، بعد منقطع شو، دنبالشو دیگه نگیر. دنبال این نباش که جوابی بگیری که شما میخوای، نه، بگذار اونها با مشورت شفقت پیش برن. یه نکته آخرینه، هر چقدر توده مردم آگاه تر بشن تشکیلات سالم تر میشه، چون این مردمن که باید عاقل بشن، باید روحانی تر معنوی تر بشن، و الا شما یادت باشه از جهل مردم علما سوء استفاده کردن، چه در اسلام، چه در مسیحیت، چه در هر دین دیگه. الان من در مورد بهائیت زیاد نمیتونم حرف بزنم برای اینکه سنی ازش نگذشته، الان یه چندین میلیون بیشتر نداره. ما بحث بیلیون ها نفر آدم رو میکنیم، ولی در همین عنوان جوانی آیینی مثل آیین بهائی باید کسانی که با افکار بهاءالله آشنایی دارن حفظ حرمتش رو بکنن و نذارن اصول اولیه‌ای رو که ایشان پسر بزرگوارش و نوه دختری پسر بزرگوارش اساس قرار داده، احدی بتونه اینا رو از بین ببره. ما هستیم که با شناخت آثار دینی میتونیم تشکیلات خودمون رو بشناسیم، و الا اگر سکوت بکنید یه اشکال داره، اگر اختشاش بکنید اشکال دیگه ای داره، اگر برین و در بین مردم بدگویی تشکیلاتتون رو بکنین اون مورد رضای حق نی، اگرم ساکت باشین و در درون خودتونم بریزین بعد ماکر میشین، از کافرم بدتر میشین، بلکه بیان کنید تا به مرور زمان این گروه های مذهبی و حتی مدنی یاد بگیرن که قدرت وسیله خدمت، نه وسیله کنترل و حقارت کردن مردم. ببخشید. ممنون.
دوست عزیز دیگری سوال کرده بودن که آیا دین یک امر شخصی است یا یک پدیده اجتماعی؟ به به، اینا سوالای 10 بیلیون دلاری فرد، اینا را کجا پیدا کردی؟ ببینین، انتخاب دین یه امر شخصیه. من رو ببخشید، به عنوان یه روان درمانگر، هر عقیده ای که شما انتخاب میکنی شخصیه. شما انتخاب میکنی، اراده شماست. دین رو که انتخاب میکنی هم اراده شماست، تعریه حقیقت شماست. ولی وقتی که انتخاب میکنی میتونه یک عملکرد جمعی هم داشته باشه. یعنی وقتی یک نفر معتقده به یک عقیده باشن و هزار نفر معتقده به یک عقیده باشن فرق میکنه، پس یه حرکت اجتماعی هم هست. ما معتقدیم در روانشناسی دین که نفس اجتماع سبب تفریق نفوس موهومه است. این جالبه که حتی در آثاری مثل آثار بهاءالله خودشون نشون میده، در لوح اتحاد به خودش. یعنی اگه البته که حقیقت اجتماعی وجود داره، ولی این حقیقت اجتماعی باید افرادی درش باشن که اجتماع رو تشکیل میدن که زنده دل باشن و متحرک باشن اللحاظ عقلی و وجدانهای بیدار. پس هم شخصیه هم نتیجهش اجتماعیه، چون دین یکی از ارکان مدنیته. مدنیت هم مدنیت اجتماعیه. به همین دلیله که اگه دقت کنی این دین ها فقط به یک مؤمن راضی نبودن، میخواستن نظمی ایجاد کنن، نظم جهان‌آرا ایجاد کنن، نظم قبیله‌ای ایجاد کنن. پس جواب به سوال شما به طور مختصر اینه، البته صد البته یک انتخاب شخصیه، نباید با تقلید، نباید با زور، نباید به خاطر ترس شما دینی رو قبول بکنی. اگر بکنی میبازی، اختلالات روانی میگیری، امراض روانی میگیری، استراب میگیری، از خود بیگانه میشی. ولی وقتی که قبولم کردی میدونی که هر عملی که انجام میدی تأثیر میذاره در اطرافیانت، پس میتونیم بگیم که هم امر شخصیه هم یک قوه اجتماعیه. خیلی ممنون، مرسی جناب ریاضتی. من میخوام از این فرصت استفاده کنم و برنامه هفته آینده شما رو اعلام بکنم. من قبل از اینکه شما تشریف بیارید اعلام کردم که هفته دیگه شما در مبحث دعا رو با سوال و جواب خواهید داشت در این تالار، درست هست؟ بله، هرچی شما بفرمایید درسته. خب خواستم دوستان عزیز مطلع باشن که هفته آینده این درباره دعا و تأثیرات آن و روشش از منظر ادیان صحبت خواهد شد و سوال و جواب هایی هم خواهیم داشت. تشویق میکنم که همه دوستان شرکت کنن، چون بعضی از صحبت هایی که درباره دعا میشود این طرف آن طرف، این در حقیقت این سوال رو پیش آورده، این مطلب رو پیش آورده که بیشتر و بیشتر در این باره بدانیم. هفته آینده سه شنبه در این مبحث با هم خواهیم. خب جناب ریاضی، میریم به سوال دیگری. یکی از دوستان میفرمایند به نظر میآید که تشکیلات مذهبی در ادیان مانع رشد و پیشرفت افراد را ایجاد کرده اند و همیشه روشن فکران را یا کنترل کرده اند و یا کشته اند. چه دلیلی برای وابستگی به این تشکیلات میتوان داشت؟ هی خدا فرد، ما بعد از اینجا کسی نیاد دنبال ما رو بیچاره کنه. ولی خب
من چقدر خوشحالم که با شجاعت تمام سوالا مطرح میشه و این نشون میده که ما انسانیم. البته صد البته من میفهمم این سوال رو، هر کسی یه نبوغ داشته باشه اگر این نبوغ با مقاصد تشکیلات مذهبی نخونه اونها امکان داره کنترلش بکنن. ببینین من یه فلسفه دارم فرجون و شما بینندگان و شنوندگان عزیز، همه تشکیلات رو با یه چوب نزنید. همه تشکیلات یه جور نیستن، ولی شما اگر با اصول کار بکنید، اصول میگه تشکیلات باید حافظ individual initiative باشه، اقدامات فردی. این چیزی بود که شما فرمودید در سوال، یعنی اقدامات فردیه که عالم رو بهتر میکنه. شما دقت کنید، من به آرمانهای این تالار و اقدامات فرد و ملیه خانم آشنایی دارم. اگر اقدامات فردی نبود الان شما به این موفقیت ها نائل می شدین؟ اگر یک نفر ببینین یه شعله ای رو بلند کرد، چطوره ما که هی ادعا می کنیم که ما میخواییم خدمت به جامعه بکنیم، الان یه جایی پیدا شده احتیاج به مدرسه داره، این اقدام فردی بده؟ اقدامیه که در مسیر وحدت عالم انسانیه، در مسیر انسان شدن اهل عالمه. اگر تشکیلی بیاد با این مخالفت کنه، بهتره دلایل خوبی داشته باشه. و اگر به جای این که بیان به عنوان ذکر مثال، چون نشده میگم، بیاد به فرد بگیم میدونی اصلا اینو بذار کنار، فردم که خب بچه مؤمنیه ولی خب عقلشو هنو اجاره نداده، میگه که خب باشه باشه، میتونیم ما یه وقتی بگیریم بشینیم با هم مشورت کنیم ببینیم چرا نه. این راه باید باز باشه، یعنی اقدامات فردی به نظر بنده باید تشویق بشه، مردم هنر و قابلیتاشون رو عرضه بدارن. چه خوبه، چه خوبه که کاری که این تالار کرد که موفق شد با اونم این بود که فرد یک نظریه ای داشت، بعد با گروه یا اجتماع یا کامیونیتی که در این تالار بود مشورت کرد، بعد هم با اولیای امور تشکیلاتی هم در میان گذاشت. آیا این راه صحیح نیست؟ آیا ما هر کاری که میکنیم نباید تشکیل و جامعه و فرد باید هماهنگی بکنن، سپورتی و همریگه باشن؟ پس بنابراین فرد جان، اگر سوال اینه که تشکیلات مذهبی میخوان فرد رو بهش بگن و میکنن بعضیا، آدم که نباید منیت داشته باشه، فقط فنا. هر چی میگن بگو من خاک پاتم، من از خاک پسترم. اینا خوبه ببینین، ولی اگه اومدین پلی یه روانشناس اینا رو نگین، چون هرچی اینا رو بیشتر بگیم میدونه یه اشکال عظیمی در داخلت وجود داره، خودت هم نمیدونی اشکال چیه. زیاد نرو بگو من خاک پاتم و من فنام و من اصلا فکر ندارم و من اصلا اراده ای ندارم. اینا رو که میگی بیشتر به یه دیپرست پرسن شبیه تا به یه آدم عاقل بالغ. چرا اراده نداری؟ خیلی خوبم اراده داری، نبوغ داری، علم داری، عرضه میکنی، نظر میدی، به مشکلات توجه میکنی، راه حل پیدا میکنی. چطوری یه نفر دانشمند میشه؟ خانم آقایون خیلی خیلی منو ببخشید، اون اجتماعهایی که
افراد رو حقیر و ذلیل کردن فقط به یه گروه بت پرست مبتل شدن. هر انسانی بالقوه اینشتنه، یه کانته، یه سقراته، یه ادیسونه. چرا نباید ما اینا رو بهشون فرصت بدیم؟ تشکیلات فقط یه کار باید بکنه، موازین اصول اخلاقی معنوی انسانی رو نظر از بین بره و الا فرد پیشرفتی نمی کنه. خوب دقت کنید، من نمیخوام دوباره کدای مذهبی بیارم، ولی شما دقت کنید، انسان را به مثابه معدنی ملاحظه نما که دارای احجار کریمه است. به تربیت این احجار کریمه یعنی سنگ های زی قیمتی، این قابلیت ها برسه شهود میاد. ما در تشکیلات به جای کنترل، به جای اینکه افراد رو بگیم خفش و توتی باش، هر چی ما میگیم همونه، غیر از این اگه بری تو خطا کردی، گناه کردی، اینا تکتیک های قدیمیه، کار نمی کنه. جوانات رو از دست میدی. اینایی هم که میبینی دوره برتن یا به خاطر بیکاری، کمکاری، پیری، ولی ما جوان میخوایم که پرورش پیدا بکنن. جوان ها رو دعوت کنید، به اونا احترام بذارید، قابلیتاشون رو پرورش بدین به سمت سیستم های انسانی. من معتقدم مشورت اس اساسه. تشکیلات در هر امری بایستی با افراد مشورت کنند. افراد باید با صداقت و سلامتی فکر نظریاتشون رو بدن و بعد هر دو به سمت وحدت عالم انسانی قدم بردارن. پس فرد مهمه، مقام فردم انقدر مهمه که به قول شوقی افندی آسمان ها میتونه پیشرفت کنه. هیچ موقع نمیتونی بگی حد یک فرد در کجاست. واسه همینه که اونایی دیپریشن میگیرن، افسردگی میگیرن که فکر کنن من همینم و بیش از این طاقت ندارم. نه، تو طاقتت بیشتر از ایناست، باید سعی بیشتری بکنی و از تشکیلات یا افرادی که تشویقت نمی کنن، بلکه می خواهن کوچیکت کنن، بلکه می خواهن کنترلت کنن، پرهیز کنی. با اونهایی بری که شکوفاییت رو ترجیح می دن، نه کنترل و حقارت و ذلتت رو. ببخشید. جناب دکتر ریاضتی، یک سوال دیگه هستن که شما قبلا در صحبتاتون فرمودید که اصول جمعی ادیان یکی هستن. ایشون سوال کردن که اگر اصول جمعی ادیان به گفته شما یکی هستن، پس چرا باید دین جدیدی رو پذیرفت؟ آفرین، اینا واقعا گوش میدن آفرین. من فکر کردم اینا همه خوابالو هنو. نه 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 فعال همه دوست عزیز، اینا ما رو بگو که من ریاضت کش خوابالو. ببین اصلا نفهمیدم. ببینین خیلی سوال خوبیه. اصلا یکی دیگه فرد امروز فرستاده، اگر ادیان همشون یکیان اصلا چرا هی کلیمی، مسیحی، مسلمان، بابایی داری؟ چرا برگشتی به ما گفتی 124,000 تا پیغمبر اومده، بی خود اومده؟ یکی می اومد یه نوته می داد، می گفت آقا گود بای، هاو ا گود دی. چرا اینقدر گرفتاری درست کرده؟ سوال خیلی خوبیه. ببینین سروران عزیز، دین و علم زائیده پویایی عالم انسانه. خوب دقت کنید، انسان رو برداشت همه چی از بین میره. انسان یه قسمتش که روحشه، معنویاتشه، دارای یه اصول ثابته: صداقت، رافت، شفقت،
محبت. ما اینا رو میگیم اصول اساسی ادیان. هر دینی که بخواد عشق، محبت، عدالت، فضیلت، کمال، اینا در تمام ادیان تکرار شده. اینا یکیه. اینه میگن اساس ادیان. هیچ دینی نیومده و من به صراحت میگم هیچ دینی نیومده، فلسفه حقیقی نیومده که بگه انسانها باید به هم کلک و حقه بزنن. پس اصول یکیه، اصول اخلاقی، اصول عرفانی، اصول روابط انسانی. چی تغییر میکنه؟ احتیاجات اجتماعی مردم. یعنی تعالیم اجتماعی هزار سال قبل با الان فرق میکنه. ببینین الان شما نگاه میکنید میبینید که دنیای الکترونیکیه. شما میبینین دیگه یه حرف که بزنی همه دنیا میفهمن. شما اینو با 200 سال قبل 300 سال قبل مقایسه کنید، اینطوری بود واقعا؟ شما میخواست که یه نامه واسه معشوقت، محبوبت، حالا هرکی بنویسی، یه نامه میگیری، پاکت میگیری، حالا رسید نرسید هزار تا سفارش میکنی، الان نشستی هنون ننوشته سند میزنی، بعد تازه میگی اه I love you یادم رفت. پس بنابراین ببینین یه حرکت اجتماعی وجود داره که تو این حرکت اجتماعی اصول اخلاقی هنوز ثابته. پس نگاه بکنید به ادیان. ادیان تفاوتاشون در تعالیم اجتماعیشونه. چگونه شما در قرن 21 میتونید تعالیم اجتماعی تورات رو در مورد زن به کار ببرید؟ نمیتونی دیگه. چطوری میتونی در قرنی که همه چی وحدت جهانی کیهانی رو داره صحبتشو میکنه تو بیایی بگی حب الوطن من الایمان همونجا متوقف بشی؟ ولی در زمان محمد رسول الله اون خیلی پیام خوبی بود. به نسبه به چی؟ به نسبه به قبلیه که فقط قبیله رو مهم میدونست. پس بنابراین چرا اینطوره میشه؟ ما یه اصلی داریم به اسم اصل استمرار. اصل استمرار یعنی بچه همه انسان ها پیشرفت میکنن، اصل تکامله. شما دقت کنید چی شد در ایران و در افغانستان. اینها این اصل تکامل و استمرار و پویایی عالم انسانو چون نمیفهمن، یا بهتر بگویم نمیخوان بفهمن، چون رهبرهای اینا بعضیاشون تحصیل کرده یه دانشگاه های درجه یک که امریکا و اروپان، پس اینا نمیخوان بفهمن. اینها میخوان ما رو برگردونن به همون عصر رسول الله، حالا که رسول الله هم منزجره از این کار. پس چرا ادیان ترقی میکنن؟ چون انسان ها ترقی میکنن. شما دقت کن سرور عزیزم، یه واژه‌ای مثل واژه خدا در قرن چهارم میلادی شاید اون واژه ها معنی دار بود، در قرن دهم نبود، در قرن هجدهم واقعا نبود، در قرن 21 میگفتن آقا ولش کن اصلا اینو. چرا؟ چون بشر ترقی میکنه، ترقی احتیاج داره، احتیاج تدریجی است. اگر یک بار احتیاج رو به یک فرد بدیم مرگ واسش حاصل میشه. این خیلی کلام معروفیه، اصل استمرار بقا. شما دقت کن به عنوان یه انسان، شما وقتی بچه بودی یه احتیاجاتی داشتی ولی اصلت ثابت بود، با اون این بود که انسان بودی. شما 10 سالگیت با 12 سالگیت فرق می کرد و
ولی هنوز انسان بودی. اون چیزی که انسانیتت رو حفظ میکنه ما میگیم اساس. اون چیزی که بر حسب زمان و مکان تغییر میکنه سبب تغییر و تحول مدنیت میشه ما بهش میگیم احتیاج به تغییر ادیان. ببخشید. ممنون، مرسی. من بعضی از سوال‌ها رو که میخونم که از شما بپرسم میبینم که شما در قسمت‌هایی که صحبت میکنید بعضی از اونها رو کاور میکنید، برابر این تغییر میدم تقدم این سوال‌ها رو. اجازه بدید من یک دوست عزیز سوال فرمودن که اگر هدف دین انسان سازی است پس چرا تمام ادیان تعالیم ضد انسانی مثل جهاد، گرفتن اموال دیگران، قربانی کردن بچه ها و حیوانات و به طور اخص زن ستیزی دارند؟ آیا عقل سلیم میتواند به چنین فلسفه ضد انسانی معتقد باشد؟ به به، خب یه دم دستشون رو بلند کردن فرید جون. حالا من میگم و بعد دیگه شما تصمیم بگیر. جواب کوچیکش اینه فرید جون، هر چیزی که ضد انسانیه ازش دوری کن به هر اسمی. چرا؟ چون هدف دین انسان سازیه. اگر فلسفه دینی به هر اسمی به هر هدفی میخواد تو را از اصالتت محروم کنه ولش کن. هر تعلیمی که داره بگو چگونه میتونه به عزت من و وحدت عالم انسانی کمک کنه. اگر نمیکنه دو حالت داره فرد، یا اون تعلیم دیگه الان زمانش نی، یا اینکه ما این تعلیم رو نمیفهمیم درست. مثال عرض بکنم، جهاد، این خیلی معروفه دیگه. الان افغانستان رو ببین، ایران رو ببین، این علم جهاد رو بلند کردن و بیچاره پرچمی هم درست کردن، لا اله الا الله محمد رسول الله. حالا اگه خودش میگفت ناراحت نبودیم، هم محمد رو خراب کرد هم الله رو خراب کرد. دقت میکنین جهاد چیه؟ والا من حالا یه چیزی نوشتم در روز 300 صفحه دادم به هیئت ریویو ببینیم به کجا میرسه. جهاد یعنی چی؟ از کجا این ریشه این کلمه پیدا شده؟ جهاد اولین جایی که من به طور صریح دیدم در ادیان این کلمه رو استفاده کرده گیتا و کریشنا و در آیین هندوه. وقتی که به مؤمنش میگه، به اولین مؤمنش، مثلا مثل علی شما یا ملا حسین شما یا آقا جان، اولین مؤمن باولا، ارجونا میبرسه، دستور اول چیه؟ میفرمایم فایت، به جنگ. میگه ای خدا، من که فکر کردم تو دنبال عشق و دنبال صفا و I love you و I want you از این حرفای که به حساب سراتا دهش این نمیارزه هستی. بعد برمیگرده میگه خوب دقت کن فره، fight in order to reach that love. میگه اگر میخوای به اون عشق برسی باید جهاد کنی. میگه جهاد بکنم با کی؟ میگه اول با خودت. با چی؟ با چی خودم؟ با نفس امارت. اگر تو میخوای به حقیقت برسی شجاعت داشته باش، از دروغ، از غیبت، اینا رو اون میگه. کریشنا میگه 3000 سال قبل وقتی زرتوش برمیگرده میگه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. میگه که یعنی چی؟ میگه یعنی هر چیزی که نیکی رو ازش میگیره باهاش جهاد کن. اینه که خوب دقت کن، در اسلام، در بابیت، در بهائیت این واژه استفاده میشه. مثلا ببینید در اسلام جهاد اصغر، جهاد اکبر. در بهائیت
جهاد مضاعف، جهاد کبیر اکبر. ببینید کلمه به کار میره، خوابالو نشین، از کلمه نترسین، این مفهومشی که باید فهمیده بشه. جهاد چیه رسول الله؟ میفرمایند یه جهاد بد اینه که با مردم بجنگیم، ولی جهاد اصلی اینه که با خودتون بجنگیم، خودتون رو تسخیر کنیم. اگر خودتو تسخیر کنی دیگرانم میتونی تأثیر گذار باشی. این مفهوم جهاد روحانی معنوی بود. ولی به خاطر موقعیت‌های زمانی پره بعضی از اینها مجبور شدن، بلخص بعد از مرگ رهبر اصلی مثل موسی، مثل محمد رسول الله، اینها اومدن برای اینکه قلمرو رو بیشتر بکنن، شمشیر به دست گرفتن و اومدن و کشور گشایی کردن و دین رو از حالت معنویات خودش خارج کردن. این است که ما میبینیم در آیین جدید مثل آیین بهایی، در نوشته اصیل بهاءالله میفرمایند بشارت از جمله بشارات آن است که ما حکم جهاد را از کتاب محو نمودیم. یعنی اون جهادی که شما لغوی میگرفتی، این جهادی که تو نفهمی جهاد معنویه، اون رو ما برداشتیم که بهانه دست کسی ندیم. بله مال رو میگرفتم، بله زن ستیزی میکردم. من موقعی که به بحث تساوی زن و مرد میرسیم به شما نشون میدم ریشه های این زن ستیزی تا چه حده و تا چه حد ادامه داشته که حتی قرن 21 زنم باورش شده به این مزخرفاتی که در طول تاریخ بر او وارد کردن. زن رو الان به جمال و خوشگلی و زیور میشناسن. اینا همون زن ستیزی بود که خود زنها هم در مقابل خودشون میکنن. عقل رو به مردا سپردن و جمال و خوشگلی و فقط زنه که باید بچه دار بشه، بنابراین کار اصلیش اینه که بچه داری بکنه. آقا ما نشون میدیم که چگونه عقاید قبلی حتی زن رو به خود زن ستیز کرده. من به عنوان روان درمانگر میبینم چقدر زنها با زنها مخالفت میکنن. یعنی اون اختلافایی که من دیدم بین مردها 10 برابرش رو در این کلینیکال اکسپریانس ها و ستینگ ها دیدم بین زناست. چرا اینطوری میشه؟ بعدم میذاریم میبینیم. ولی آیا دین این کار رو میکنه؟ من فکر نمیکنم. من فکر میکنم برداشتای غلط از کتاب ها، برداشتای غلط از فرامین باعث شده که اون آغشته بشه با قدرت و حاکمیت بر جنس مخالف. اون موقع تحت لوای دین عرضه شده. پس آیا دین رو ما باید عامل اینها بدونیم؟ به نظر بنده من باید حقیقت رو بگم. من رو ببخشید، تبلیغم نمی کنم. شما در هر دینی که هستی، آخرش با آیت فعلا، این با آیت مقدمه ادیان بیشماریه که بعدش میان، در هر دینی که هستی، هر تعلیمی که میبینی ضد انسانیه، یا درست نفهمیدی یا برو سوال کن و بعد اگر میبینی هنوز دوگانگی داری ولش کن. بهتره که جزء یه سیستمی نشی که دوگانگی در ایجاد بیاره، چون اگر تو دوگانه بشی با دیگران هم نمیتونی اتحاد برقرار کنی، بعد وحدت عالم انسانی یه شعار بیهوده میشه. پس دین باید اساسش صلح
وحدت، عدالت و عشق باشه. اگر نباشه باید اون رها کرد، به گذشته سپرد، ازشم یاد نکرد. و کسایی هم که به اون افکار عتیقه معتقدن رو هی سرزنش نکرد، هی بدی بهشون نگفت، محمد رو خراب نکرد، عیسی رو خراب نکرد. ای دوستان عزیز من که در این تالار هستیم و غیر مذهبی هستیم، مارکس، هگل، فروید، اینایی که این دینا رو اصلا قبول نداشتن هشدار دادن به من و شمای غیر مذهبی، سعی نکن اینا رو خورد کنی، سعی نکن اینا رو بدنام کنی. نه، هر چقدر این کار رو بکنی فاندمنتالیسم بیشتر شعله ور میشه و درستم هست، میشه. من به شما قول میدم که شعله افراط‌گرایی دنیا رو بگیره، تا جایی که طالبان یکی از کماندراش در یه مصاحبه میگه دیر یا زود، sooner or later we shall establish Islamic Sharia in all over the land but we are patient. ما نباید با اونا در بیافتیم، ما باید به تعلیم و تربیت مردم بپردازیم، باید به مردم هوشیاری بدیم، دلداری بدیم. هر چقدر مردم آگاه تر بشن این طالبان ها از بین می روند و به جای طالبان این گروه افراطی بشن طالبان اهل حقیقت می شن. پس فرد جان نمی دونم مسئله رو حل کردم یا نه تا حدودی، ولی هدف من آن است که دین جهادی نی، برداشت غلط شده. دقت کن، من یه مثال دیگه میزنم فرد و تمامش میکنم. میگن جهاد کن، حتی در آثار بهاءالله وجود داره، جهاد کن، شمشیرم داشته باشم. آره، به شمشیرهای حکمت و بیان، به تسخیر قلوب بپردازید. ببین چی کار کرد همین فرد که میگه جهاد کن، نوه دختریش در کتابی که توضیح میده این رو به اسم Advent of Divine Justice، ظهور عهد الهی، میگه جهاد مضاعف. اصلا جهاد دوبر ما داریم. میگه جهاد دوبر دیگه چیه؟ میگه یه ورش جهاد بر علیه نفس اماره خودته. یعنی حبیب تو بایستی با تمام شؤونات غیر انسانی در وجود خودت جهاد کنی، جنگ کنی تا به حقایق انسانی نائل بشی. بره دومش چیه؟ میگه تو یه مسئولیت اجتماعی هم داری. یادت فرد سوال کردی آیا دین فردیه یا اجتماعی؟ در حقیقت شوقی افندی تاکیدش اینه، هم فردی هم اجتماعی. اگر فردی من جهاد نکنم، یعنی اخلاقیات، معنویات رو بیشتر نکنم، در ارتباط با جامعه هم این رو کار رو نخواهم کرد، بد میشه جهاد کثیفی که مردم رو از هم جدا میکنه. ببخشید. ممنون، مرسی. سوالات زیاد هست، ولی اجازه بدید یکی از دوستان رو بگیریم. جناب عزیز فخری بفرمایید، من شما رو آمیت میکنم. عرض کنم که جناب دکتر ریاضتی، او در دستور زبان سوم شخص مفرد می باشد. یه چند تا مثال خیلی کوچیک می زنم. هرچه خواهی از او خواه و هرچه طلبی از او طلب، پس سر تسلیم نه و توجه به رب رحیم به. خواستم یک توضیحی در این مورد به من بدید. خیلی خوب، این تلفونه کیه زنگ میزنه؟ خب، تلفن آقای صادقیانه. مرسی، خیلی ممنون. بفهمید جان، من فکر کردم به خانومت داری زنگ میزنی بیاد گوش بده. حالا در هر صورت ببینین، این او شخص ثالث دیگه، شخص سومه. ببینین این او به کی برمیگرده اینجا؟ اگه به اون قوه کیهانی برمیگرده درسته، اگر شما اهل طبیعیون هستین، اگر به
مظهر ظهور زمان برمیگرده، اونم درسته، مثلا به بهاءالله، به باب الله، به رسول الله. خوب گوش کن عزیز جونم، شما این آیه رو که میخونی، به خدا که بر نمیگرده، خدا که غیب منیه، او نداره، آن نداره، اینجا نداره، اونجا نداره، قرب نداره، بود نداره، ظهور نداره، دخول نداره، خروج نداره. درست شدین؟ حالا تو به اون قوه توسط قلبت واصل میشی، آنچه میخوای از او میخوای. درسته؟ حالا من اینه در قسمت مناجات میگم، خدایا، حالا او، بهاءالله، کیهان، کازمیک فورس، هرچی هست، تو رو خدا این کار رو واسه ما بکن. شما وقتی اینو میخوای، اگر از عالم معنا بخوای، از خودخواهی کم میکنی، میگی ای اصل کل خیر، ای کسی که مبدأ خیری و نهایت خیری، اول خوبی و آخر خوبی هستی. خوب دقت کن عزیز، ای کسی که تو اصلی و تو فرعی، همش خیره. من این تقاضا رو دارم، اگر به نفع خیره که بعدم به نفع منم میشه، انجامش بده. من عرضه میکنم مطابق شعور و درک و استعدادی که دارم، ولی راضیم به قضا. من حرکت میکنم، من فعالیت میکنم، ولی به تو میسپارم. اون تو یا آدم نیست اونجا عزیز. چرا اینا او به کار میبرن؟ چون در عالم خلق داره حرف میزنه دیگه. چی بگه؟ بگه هو عربیه، بگه او اینه، بگه دا اونه. پس بنابراین اینا سیستمای سمبولای انسانیه. راضی به قضا باش، سر تسلیم نه. سر تسلیم نه یعنی چی؟ ای خدا باشه، اگه خواستی بده، نخواستی نده، ولی میدونی که من از صمیم قلب میخوام. تو رو خدا اگه میشه بده. اینا این دکنبازی ها و اینا به درد سر تسلیم نمیرسه. تسلیم بلخص یعنی این که شما سعی خودت رو میکنی، نیتت رو معنوی میکنی، از منافع شخصیت میگذری. ببین اینا جهادست ها عزیز، همه این کارها رو میکنی، بعد اون چیزی رو میخوای که برای جهان و جهانیان خوبه. به قول عبدالبها در اروپا، هر امر عمومی الهی است، پس طالب امر عمومی باشید. اون موقع تسلیم میشید. این است که میفرماید در اسلام بوده، در باب و در بهائیت. قدم اول بردار و قدم دیگر در عالم قدم گذار. این قدم اول بردار میخواد عزت فرد رو امتحان کنه که سعی بکن قابلیت‌های فردی تو نشون بده. و اگر نیتت پاکه، اگر هدفت عمومیه، هدفت انسانیه، انرژی‌هایی که در عالم ازلی و ابدی هست به تأییدت میان. این است که میگوین تأیید طائف اقدامه، حول اقدامه. تا من قدم بر ندارم، تسلیم و فرقشو با رزنمن نمیفهمم. با اینکه حالا باشه، من که معتقد نیستم، چاره هم ندارم دیگه، چیکار کنم؟ هر کاری دلت میخواد بکن. این رو نمیگن تسلیم. پس بنابراین این او برمیگرده به محبوب، محبوب که جهانی عمومی کلیه، کازمیک فورسه، قوه ناشناخته است که اگر من چشمم و گوشم بشه کور شو تا جمالم بینی، کر شو تا لحن و صوت ملیحم را شنوی. این همه مسئله عرفانیه.
این اصلا ربطی به بهائیت و اسلام اینا نداره. من میتونم بهائی بشم ولی هیچ موقع کر نشم. میتونم من مدارج عرفانی رو طی کنم ولی هیچ موقع کور نشم. کور چی؟ کور شو از چی؟ مشاهده کی؟ غیر جمال من. این من کیه؟ من همون قوه جهانیه، همون وحدت عمومیه. من پیشنهاد میکنم عزیز ارجمندم، باید این آثار رو، نوشتجات رو خون، تعمق کرد، از قالب مذهبی درش بیارین. حقیقت مذهبی یا علمی نی، حقیقت عمومیه، حقیقت مطلق نی، حقیقت نسبیه. اون موقع میبینی که معانی اینا بیشتر واضح میشه. ببخشید. خانم نیسان تی بفرمید. لاحقا جناب جعفری، و بسیار سپاسگزارم از توضیحات بسیار بسیار مهمی که جناب رضایتی برای ما فرمودن در این چند جلسه، و در نهایت ما رو رسوندن به فقط عرف نفسهی، فقط عرف ربهی. سوال من اینه که اگر که ما با شناخت خودمون به شناخت خدا پی میبریم، رابطه بین عرفان که اولین حکم کتاب مستطاب اقدس هست و عبودیت و عمل به احکام چطور میشه در وجود ما تحقق پیدا بکنه؟ بله خیلی ممنونم. من چون نمیخوام جنبه مذهبی دوباره بهش بدم، این آیه مربوط به کتاب مذهبی شما، اگر مسیحی هستین، مسلمان هستین، کلمی هستین، این در تمام اینا هست. یعنی شما در هر فرقهی که یا گروه مذهبی که هستین، میگه اول منو بشناس و بعدم عمل کن به تعالیمم، بعدم به نتایجش واعظ شو. خیلی ساده، درسته؟ یعنی چیز خیلی قلمب سلمبه ای نمیگه. شما اگر میخوای در یه دانشگاهی درس بخونی، میگه اینا این کارا رو باید بکنی، اگر این کارا رو کردی، اگر نمره‌های خوبی آوردی، به نتایجش هم واعظ میشی. درسته؟ ببینید من دارم همه‌شو جنبه عمومی بهش میدم. من قول دادم به خودم، به شما و به بینندگان عزیزم، من جنبه عمومی باید به اینا بدم. من ابدا معتقد نیستم یک امری درست باشه و فقط بخواد باهایی باشه یا مسلمان باشه، چون موقع گروهی میشه، میشه حزبی و جدا میکنه مردمو. ولی دقت کن، وقتی شما عرفان داری، آیا خودتو از دست میدی؟ ببینید باید سواله عمیق‌تری کرد. وقتی شما به یه چیزی، ببین یه چیزی علم داری، به یه چیزی آگاهی داری، به یه چیزی عرفان داری. عرفان معنیش این نیست که شما جامع الاطراف بیشتر اینو میبینی. آیا معنی عبودیت یعنی چی دیگه؟ عبودیت شما هر چقدر فراتر بشه علمت، یه مقدار مواظب‌تر نمیشی در اظهار نمی‌کنی؟ آیا هر چقدر عالم‌تر بشی احساس نمی‌کنی کمتر می‌دونی؟ دقت کنید، اونایی که عرفان ندارن عجولن، اونایی که منیتشون زیاده کسانی هستن که عرفان ندارن، شاید علمشون هم آبکیه. حالا اگر من عرفان پیدا بکنم به مظهر امر، بعد خدا رو بیش عرفان پیدا میکنم. درسته؟ چون ما عرض کردیم، شما هم درست فرمودین، من عرفان به خودم باید پیدا بکنم. چرا؟ برای اینکه همونطور که حتی در دینی که شما اسمشو بردی، بهائیت، در ایقان شریف مهمترین اثره
عرفانی بهاءالله در بندهای 192 الی 199 میگوید انسان مخزن صفاته. پس شما هر چقدر شناختت به خودت بیشتر بشه، شما میبینی به یه دریای دیگه‌ای وابسته میشی. عقل جزئیت متصل میشه به عقل کلی، و اون عقل کلی میشه مظهر کلی، اون موقع میشه مظهر امرالله به اصطلاح پیروان ادیان. وقتی این کارو میکنی سرور عزیزم، آیا فکر نمیکنی تو جزئی از کل میشی؟ اون وقت شما موقع میخوای به قوانینی که اینا آوردن که قوانین انسانیه و زیربنا و هدفش و غایتش وحدته، نمیخوای عامل باشی؟ وقتی عامل هستی یعنی خودتو از دست دادی یا شکوفایی خودت رو بیشتر کردی؟ میبینی کجا این اهل ادیان گیج میشن؟ من پس دیگه فنا میشم، فدا میشم، هیچی از فکر نمی کنم. اتفاقا اینا هیچ موقع به درجه علمم نمیرسن تا به درجه عرفان برسن، چون عرفان یک جا نیست که بهش برسیم. عرفان یک شکوفایی عرفانی رتبه کمالی لاتوساست. هر چقدر ما بیشتر بشناسیم میبینیم کمتر شناختیم. این از که میگوید که علم من به جایی میرسه که بدانم که هیچ ندانم. یا موقعی که اینشتین میگه من هر چقدر بیشتر دقت کردم به این کارایی که کردم، فقط فهمیدم چقدر عظمت داره عالم وجود که من هیچی دربارش نمیدونم. اینو میگن عبودیت محض، اینو میگن افتادگی. افتادگی زبانی نی، افتادگی پسیو بودن نی، کار نکردن نی، من راضی به رضای خدا هستم. اینا شعاره. تا من عرفان نداشته باشم، سعی نکنم، سختی نکشم، دردها رو نفهمم، مراحل رو طی نکنم، چگونه میخوام عارف بشم، بنده بشم؟ در ثانی بهاءالله اومده میگه تو رو اسیر کنه، بنده کنه، زنجیر کنه. بهاءالله که میگه، بهاءالله همشون رو میگم ها، اینجا وقتی من لفظ بهاءالله رو به کار میبرم یه لفظ عمومیه. وقتی میگم قلم اعلی، وقتی میگم جمال قدم، ابدا به یکی از اینا اشاره نمی کنم. اینا همشون نمیگن ما زندان رو قبول کردیم که شما آزاد بشید. آیا اینا نمیخوان پر دانش و بینش ما رو فرا کنن که آزادتر بشیم؟ آیا اگر به قول آقای جعفری در سوالی که کردن اگر فرد شکوفایی پیدا بکنه یعنی منیتشه؟ اگر یک فردی ثروتمند بشه یعنی خیلی بده؟ خدا فقیر رو دوست داره؟ نه، کور خوندی. خدا فقر از ماسبالله رو دوست داره. ماسبالله چیه؟ یعنی اون چیزی که اللهیت درش نی. الله چیه؟ الله اون چیزیه که حقیقت درش نی. حقیقت چیه؟ حقیقت اون چیزیه که عمومی نی. عمومیت چیه؟ اون چیزی که انسانی نی. گرفتی چطور شد؟ پس بنابراین آیه اول تمام ادیان همینه. اول عرفان نفس، بعد به عرفان نفس انسان کامل، و بعد این معادل میشه با عرفان خدا، و بعد برای این که به مقام انسانیت نائل بشه انسان عامل میشه به این قوانین جهانی. خوب دقت کنید، این سوالی رو که جناب جعفری کردن، سوال شما یه متمم اونه. خداوند که به نماز و روزه من احتیاج نداره که، چرا فکر میکنی؟ میگه یک ساعت تفکر بهتر از 70 سنه عبادت است. این دیگه چیه؟ نماز نخونم، روزه میخونم، پاداشمو بده بابا، ما این 70 ساله روزه گرفتیم. دقت کن که
کسی که مرسر عرفانه این ظهور لعجل اجرای حدود و احکام ظاهره نیامده میگه من نیامدم یه مقدار روبات در یه دلار راست بشن وقتی که به سقف نگاه بکنم بگن یه سوراخ تو سقفه حالا دارن نماز چه میخونم بعد میخواد دلار بشه بره پایین میگه یه فرش بهتری بخرم من بهترم واسه این خونه ببین چون نمازه روزه هدفشو نمیفهمه هدفش تسکیه است هدفش ورد گفتن نی حل من مفرجون غیر الله حل من مفرج خب اینا چیه اگر نتونه ارزش معنوی و تقلیب معنوی ایجاد کنه پس بله عبادات خوبه بله حج خوبه جهاد خوبه ولی به شرط این که در راه معنویات باشه اصل از بین نره اینه که به الله چقدر قشنگ میگه میگم این ظهور یعنی در قرن 21 در قرن 19 20 21 تا اون زمانی که ظهور بعد بیاد میگه من نیومدم فقط یه عده عابد و مکه برو و هیپا برو تحویل بدم ها من اومدم علاوه بر این کارا به هدف اصلی که نبوغ‌های بشری را شکوفا کنم دقت فرمودین؟ قربانشون مرسی خیلی ممنون خانم نسرین شیخ محمدی بفرمید علیه با آقای جعفری عزیز و آقای ریاضتی خیلی ممنون از برنامه خوبتون من دو تا سوال دارم و یه خواهش دانم اول خواهشم رو میگم بخواستم خواهش کنم از شما اگه میشه شما شماره تلفنتون رو دوباره اعلان کنید چون من دوبار شماره شما رو عد کردم یه بار توی واتساپ براتون شما برای من بفرستید من جواب ایتانم برید سوالم دو تا سوال دارم یه سوالم اینه که آیا یه شخص عادی میتونه به الهامات غیبی فائز بشه و به مقام انقطاع از موسوی الله برسه یکی از سوالامم که یکی از دوستام ازم همیشه میپرسه اینه که همیشه میگه چرا خداوند بلایا و رضایا رو نازل میکنه بله آفرین به شما سوال اول شما ساده است من فقط نمیفهمم آدم عادی کیه آخه ببینیم بعضی از این اعتقادات خودش گرفتاری واسه ما درست میکنه همه ما فلواقع جواهراتی هستیم که مستور و مکنونه ما کنز اسراریم بگیرین ما باید فقط با تربیت با همت با جهاد معنوی که بنده عرض کردم غیبت نکن ایراد نگیر دروغ نگو اینا رو جهاد معنوی میگیرن اون موقع میبینی شما که نمیدونی روح القدس هم میاد سراغت میگه روح القدس غیر از تاییدات الهی چیز دیگه است چون شما اون موقع ملائکه میشی اگرچه به ظاهر روی زمین سائری ولیکن فی الحقیقه از اهل ملأ اعلی اینه که دقت کنه ملائکه کیان ملائکه اونه نیستن که پر میزنن پر اونه که پر میزنن مثل این پری خانم میبینی بازم نشسته سر جاشن ولی اگه خوب دقت کنی ملائکه نفوسی هستن که عقلشون فکرشون اعمالشون اقوالشون در مسیر سازندگی و شکوفایی خودشون و جهانیه که در این زندگی میکنن اون موقع البته صد البته شما مرکز تایید میشین دقت میفرمایید پس این عادی و این عادیه و اینا رو این آخونده خیلی استفاده میکنن شما که عادی هستین نمیفهمین ما چون میفهمیم به شما میگیم که بفهمین نه بابا همچین خبرهایی نیست به خدا این آخوند درست نکنید از این حرفا شمایی که جلوی من نشستی این سوالو میکنی به نظر من شما یه ملکه ای
من بایستی شما رو ملائک فرض بکنم، من بایستی شما رو یک جوهر مقدس بدونم. پس بنابراین سوال اول شما اینه، جوابش چه مسیحی باشی، چه کلیمی باشی، چه بهایی باشی، اعمالت، اقوالت، نیتت، هدفت، همش اگر انسانی باشه اون قوه ملکوتی معنوی کیهانی همیشه به مدد شما میرسه. سوال دوم، خدایا خدا چرا این بلایا رو نازل میکنه؟ شما میدونی، من ببین نمیخوام اذیتتون کنم، اگه یه کسی اینو به من بگه من فوراً این آقا خدا رو طلاقش میدم، چون اینم جز همون اعتقادات قبلیه. خدا میگه بیکاره. آخه چجوری؟ یه خدایی که عادله، خدایی که همه چیزو میدونه، خدایی که یک ذره حرکت نمیکنه مگر به ارادهش، خدایی که گذشته و حال و آینده واسش واضحه، این چرا میاد این بلایا رو میخواد بیاره؟ شعبده بازی باز کرده اونجا. به قول اینشتین میگه من خیلی ده. میگن آقا آرزو چیه؟ میگه من یکی از آرزوهام اینه که میخوام ببینم اصلا تو کله خدا چی میگذره. میگه آیا این واقعا دایس بازی میکنه؟ اونایی به این پرد خیلی تخته و اینا دوست داره، آیا تخته که بازی میکنی دایس میندازی، شیش میاد، پنج میاد، چهار میاد؟ این اینشتین میگه مثل اینکه این دایس میندازه ببینه پنج میاد یا شیش میاد، اگه پنج بیاد به این یک کردت بده، شیش میاد دو تا کردت بده. این افکار رو باید گذاشت کنم. سرور عزیزم، هر چی بلایا بر ما وارد میشه به خاطر عدم عرفانه، عدم شناخت مقامات انسانیه، جهل، نادونیه، عدم روشنگراییه. وقتی بنده به دعا میرسم میبینیم دعا نخون خدا کاری رو بکنه، نکرده. خدایی که تو بخوای واسه کاری بکنه از خدایی ساقط میشه، چون قبل از این که تو بخوای بایستی میکرد. بابا موهات سفید شد، موهای ما سفید شد، ما که اصلا موی دیگه نداریم. اینقدر گفتم بگم 40 سال نکرد در ایران، 20 سال نکرد در افغانستان و در سایر نقاط عالم. چرا؟ چون مفهوم ما از خدا غلطه. خدا انرژی خلاقه است. خدا میخواد ما انسانها قیام کنیم، نه قیام با شمشیر، نه قیام با طغیان، قیام فکری، روشنگرایی ایجاد کنیم. اون موقع میبینی افغانستان پاک میشه، گلستان میشه، ایرانی میشه که قبطه میخورند. ولی میدونی اگه فکر کردی اینجا میشینی بعد میگی خب انشالله که ایران آباد میشه، انشالله که انشالله درست میشه. این انشالله 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 باعث شده هم بچهات برن، هم خودت یه ذره ناامید بشی، بعدم بگی خب بده آخر عمری دیگه این حرفا رو نزنیم، حالا میریم اون دنیا هم دیگه، حالا باید بریم تو اون جهنم هوای گرم 80 درجه. ببینید همش به بیدر تو پیکره. پس بنابراین خداوند نمیاد مردم رو ذلیل کنه. شما به من بگو، خواهر ارجمند من، شما میخوای به من بگی که خدا میاد با این اسیرای افغانی اینطوری رفتار میکنه؟ میخواد کی رو امتحان کنه؟ میخواد واشنگتن رو امتحان کنه؟ میخواد مسکو رو بیدار کنه؟ میخواد چین رو بیدار کنه؟ میخواد تهران رو آرام کنه؟ خیلی یه مقدارم عقل شعورم درایتم لازمه. ولی اگر من و شما که انسان دوستیم ادعا میکنیم، سعی کنیم از فردا بریم دوست افغانی ببینیم، دوست پاکستانی ببینیم، هندی ببینیم، ایرانی ببینیم، اصول انسانی بهشون یاد بدیم، انسان باشید،
عشق ورزی بکنیم، نه به خاطر عقیده، نه این که به خاطر عقیده بری باش دوستی کنی بعد بگی آخه چرا حالا بعد از 20 سال همسایه ایم ما چرا حالا یاد افتاده من همسایم، ببخشید من والا یادم نبود این صاحب کلیسا دینی اینا به ما گفت و الا اصلا واسه من مهم نیست تو اینجا هستی نیستی، اینا رو باید عوض کرد. انسانها رو از صمیم قلب باید دوست داشت. چرا مراجع مذهبی ادیان جدید مثل باهائیت مردم رو تشویق میکنن که در حرکات اجتماعی دخیل بشید؟ چرا میگن با افراد انسانی از هر قبیله نژادی معاشرت کنید؟ چون اون موقع میبینی خدا نیست که بلایا رو در سه زور میاره، این انسانهان که به خاطر عدم درایت و عرفان و تبعیت از اصول انسانی اسباب ظلم رو فراهم میکنم. خدای من شاهده خواهر بزرگوار، بهاءالله ها میان و میرن، اگر اراده آزاد انسان نخواد کاری بکنه حتی اگر صلح هم باشه صلح پوشالیه، ما صلح حقیقی میخوایم و اون با دانش بینش و آزادی حقیقی حاصل میشه. ببخشید. خیلی ممنون، مرسی. خب دوستان ما دو سوال، یک سوال فکر کنم بیشتر نمیتونیم از جمع بگیریم، یک سوال هم اینجا داریم، بیشتر از دو سوال نمیتونیم. من اول سوال دیگری که در دست دارم که فکر میکنم که باید این سوال رو بپرسم از جناب علی جان دکتر، من میپرسم اینو، چرا ادیان ترس و بهشت و جهنم را وسیله کنترل گرفته در لباس عهد و پیمان الهی انسانها را به اسارت میگیرند؟ این هم سوال خوبیه، سوال که ما بهش اشاره کردیم. این تکتیک قدیمی بوده که الان دارن استفاده میکنن و موفق نمیشن، چون انسانها اینا همینایی بودن که باعث شدن کسانی مثل فروید، کسانی مثل راسل و غیره بگن اصلا زیربنای این ادیان ترسه. مردم چون ترس دارن به این خدا و دین و پیغمبر و جادوگرا و اینا معتقد میشن. ترس چیز بدیه خانم آقایون. ترس باعث میشه انسانها اسیر بشن، اشتباه بکنن. خوشبختانه در علم جدید و ادیان جدید ترس نیست که عامل بقاست، عشق، عشق، محبت، درایت. بنابراین اگر شما کاری رو میکنید به خاطر جهنم و به خاطر بهشت، بهتره که اون کار رو نکنید. من کد میکنم سید باب رو در بیان فارسی خودش و در صحیفه اصول و فروع خودش، دو جا از هزاران جای دیگه، که اگر شما به طمع رضوان یا ترس از نیران یعنی جهنم عملی رو انجام بدین که بخواین چه نخواین در نیرانی یعنی در جهنم، خانم آقایون جهنم و بهش در همون لحظه که شما دارین فکر میکنین، اگر فکر شما مبنی بر جهالت، مبنی بر خیانت، مبنی بر تهمت، مبنی بر ضدیت، شما تو جهنمی. وقتی که شما سبب وفا میشی، عشق میشی، شما تو بهشتی. اگرچه به صورت ظاهری شما وضعیت مادیت خوب نی، ولی از لحاظ معنوی اگرچه شما خودت هم آگاه نباشی در مقامهای بالای انسانی قرار داری. پس جواب بنده به سوال کننده محترم اینه که در ادیان قبل نظر به ضعف مردم، عدم اطلاع مردم به ترس و بهشت و جهنم تمسک پیدا کردن. به همین دلیل که محمد رسول الله در قرآن سوره محمد آیه 17 میگوید بهشت درش نهرهایی هست،
آبی هست، شیری هست، عسلی هست، حوری هست. اینا برای یه بچه سال خوب بود، ولی الان دیگه اینطوری نیست. الان شما قاقالیلی نمیخوای به یه نفر بری که دنبالت بیاد، شما نمیخوای یه زن رو یا یه مرد رو با پول بخری، نمیخوای با ظاهر سازی بخری، عشق حقیقی میخوای، عاطفه حقیقی میخوای. اونه میگیم ما بهشت. ترس عامل استرابه، ترس عامل کشتاره و شما باورت نمیشه علت تمام طغیان‌های بر علیه اقلیت‌ها در ایران به خاطر ترس حکامه، ترس از اینکه مقام را دست بدن، ترس از اینکه این جهلی رو که مایه درآمده نابود کنن. پس ترس رو به عشق، عشق رو به معرفت، معرفت رو به عمل انسانی مبدل کنیم، اون موقع میبینیم که هر آن در بهشت ساکنیم. ببخشید. خیلی ممنون جناب دکتر ریاضتی. من فکر میکنم ما تعداد سوالایی که از دوستان رسیده است خب نرسیدیم به این سوالها و شاید با هم یک صحبتی داشته باشیم که این سوالها رو در جلسه بعد یا حتی در هفته بعدش مطرح بکنیم، چون دوستان این سوالها رو کردن و احتمالاً باید این سوالها رو به نحوی جواب بدیم اگر موافق باشید. بسیار بسیار از برنامه‌تون متشکر هستیم، خیلی ممنون، بسیار استفاده بردیم، مبحث بسیار جالبی بود. دوستان هم تو که میدونید برنامه‌های دکتر ریاضتی در یوتیوب موجود هست، 3 جلسه هر کدوم حدوداً 2 ساعت و خورده‌ای هست در بحث خدا که جمعاً یه چیزی حدود یه مجموعه 6-7 ساعته هست که دوستان میتوانن به دوستانشون سفارش کنن که حتماً این ویدیو کلیپ‌ها رو ببینن و اگر میخواهن که استفاده بکنن، برای اینکه بسیار مبحث جالبی است و شاید هم در آینده سال‌های جدیدی رو ایجاد بکند که حتما ما در این تالار مطرح خواهیم کرد در موقع خودش. ولی به هر حال شکر تمام دوستان متشکریم، از تمام دوستانی که سوال کردن ممنون هستیم، حتما سوالاشون رو باز هم ریویو خواهیم کرد در آینده. جناب دکتر از شما هم بسیار بسیار ممنون هستیم در این مفهد رو گذاشتید و با ما بودید. به هر حال پروژه‌ای خیلی خوبی رو در نظر دارم، احتمالاً با هم بحث خواهیم کرد و در آینده برای دوستان خواهیم داشت. خیلی خیلی متشکرم از شما. مرسی جناب. ممنونم از اینکه به من این وقت رو عطا کردین. خدا نگهدار. خیلی دنیا تشکر از شما. ممنون.